چیلی بر طبق مقاله‌ای که خودشون نوشتن نام خانوادگیشون مشکلات زیادی براشون فراهم کرده. بعضی‌ها فکر کردن ایشون آشوری هستن. دکتر فردید که پاشو در یک کفش کرده بوده که ایشان یهودی، آقای آشوری اعلام میکنن که از یه خانواده مسلمان شیعه هستن، اصلیت قزوینی دارن که این خانواده قزوینی در حقیقت کرد هستن، از کردستان اومدن. و آقای علی آشوری دانشمند دیگه زبانشناس که ایشون هم فامیلش آشوریه، اینطور کشف کرده که احتمالاً این نام در ارتباط قرار میگیره با آثوروان یعنی آتش، به اصطلاح کسانی که مغانی که آتش ها رو نگهداری میکردن و نمیذاشتن آتش خاموش بشه. بنابراین یه نام خیلی قدیمی است که تبدیل شده و تحریف شده به آشوری. ایشون نویسنده و مترجم ایرانی هستن در علوم سیاسی، جامعه شناسی، نقد ادبی، فلسفه و زبان شناسی، تبحر و مهارت فوق العاده ای دارن. در دبیرستان های البرز و دارالفنون تحصیل کردن. در دوران نوجوانی عضو حزب توده کشش داشته. پس از کودتای 28 مرداد مدت عضو سازمان جوانان حزب توده بوده. در 16 سالگی از کمونیسم جدا شده. تصور دیگه ای نداشته در برای کمونیسم. در 1336 نشون میده که رشد عقلی بنده خیلی زود شروع شد. در حزب زحمتکشان ملت ایران نیروی سوم فعالیت میکردن. در دبیرستان وارد دوره دکتراشون رو نیمه تمام گذروندن در رشته اقتصاد و فرهنگ سیاسیشون در همون دوران منتشر شده. از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران هستن و عضو انتخاب شده نخستین هیئت دبیران در 1348. در دوران دانشجویی عضو هیئت اجرایی جامعه سوسیالیستای نهضت ملی ایران بودند به رهبری خلیل ملکی. در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده هنر و زیبا، دانشگاه تهران، مؤسسه شخصشناسی، دانشگاه آکسفورد در بریتانیا و دانشگاه زبان‌های خارجی توکیو تدریس کردند. عضو هیئت مؤلفان لغت‌نامه فارسی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و عضو هیئت بیرستاران دانشنامه ایرانیکا هستند. سردبیری چند جمله مجله ادبی و نیز نامه علوم اجتماعی در مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی به عهده ایشون بوده. واژه‌هایی که ما الان خیلی راحت به کار می‌بریم مثل آلمان شهر، همه پرسی، گفتمان، رهیافت، هرزنگاری، تمام از ابداعات داریوش آشوری است. ایشون در فرهنگ علوم انسانی سطح‌ها، ترکیب و واژه اشتقاقی رو به وجود آورده در زمینه علوم انسانی و فلسفه. کتاب‌های ایشون بازاندیشی زبان فارسی، شعر و اندیشه، تعاریف و تعریف‌ها و مفاهیم فرهنگ، ما و مدرنیت، عرفان و رندی در شعر حافظ، نگاهی به تاریخ، تمدن و فرهنگ چین، درآمدی به جامعه شناسی سیاسی، دانشنامه سیاسی که عموماً قبلیش فرهنگ سیاسی بوده و زبان باز، اینها کتاب‌هاشون است. مقالاتی هم دارن به اسم پرسه‌ها و پرسش‌ها، پروژه ملت‌سازی، اسطوره فلسفه در میان ما که درباره فردید توصیه می‌کنم بخونید، چون فردید در جمهوری اسلامی نقش مهمی بازی کرده. جالب است که بدونیم آثار ترجمه‌شون بیشتر کارهای فردریک نیچه، چنین گفت زردوش، فراسوی نیکوبت، تبارشناسی اخلاق، غروب بت‌ها، اینا کارهاست که ایشون از نیچه ترجمه کردن و مکبس ویلیام شکسپیر، تاریخ فلسفه فردی کابلستون جلد هفتم رو که از فیخته تا نیچه است، آلمان شهر توماس مور، شهریار اثر ماکیاولی و آثار دیگری هم در دست تهیه دارن که باز یکی از کتاب‌های نیچه است. این مختصری در مورد آقای داریوش آشوری بود. یه نکته آخری هم در زمینه خرافاتولوژی بگم الان که هستم. ایشون متولد سال ببر هستن و در ماه شیر. دیگه اشکال این مردم این نیست که ببر هستن، این هست که دایه خودش رو با شیر اشتباه میگیره. در مورد آشوری باید این رو اذعان کرد که ایشون به عنوان
یک شیر بیشه در زمینه لغت‌شناسی حداقل میتونیم این رو بگیم که گوی سبقت رو از همه برده و پادشاه این رشته محسوب میشه. سلام خدمت خانم‌ها و آقایان و سپاس از شهرنوش عزیز برای معرفی گرمشون. بر موضوع صحبت ما همطور که می‌دونید جزو رابطه مدرنیت و زبان و بعد از زبان فارسی در این میان. همطور که اشاره کردن در شرح احوال بنده، من خیلی سنین جوانی در واقع وارد این عرصه برخورد با زبان و مسائل شدم و در واقع عامل انگیزه اصلیش هم آشنایی من به کار کردن من بود در خدمت یک مرد بزرگی والایی که من خودم رو موظف میدونم همیشه یاد بکنم از او و از اینکه منو از او من آموختم بسیاری چیزها رو، از جمله اندیشه روشمند رو و همچنین کار منظم بر روی مسئله زبان رو، مرحوم غلام حسین مصاحب که دایره معارف فارسی رو تألیف کرده و البته واسطه این آشنایی و این خدمت گذاری منده هم دوست عزیزم آقای ابراهیم مکلا بودن که اینجا تشریف دارن. ایشون کار میکردن پیش مرحوم مصاحب در مؤسسه فرانکلین در دایره معارف فارسی و دست راست دکتر مصاحب بودن و من هم معرفی کردم و من اونجا پذیرفته شدم و مدتی در خدمت اون مرد بودم و از او من بسیار 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 آموختم. من به شما سفارش میکنم که فرصت کردید دستتون اومد این دایره معارف فارسی رو ببینید. همه لحاظ بسیاری چه جنبه ها یک کار بیمانندی است که هنوز هم واقعا نظیرش رو ما در زبان فارسی نداریم. الان این سبب شد که یکی از وجوه کاری که مرحوم مصاحب میکرد این بود که خب برای تألیف یک دایره معارف عمومی که شامل مقالاتی است در همه زمینه‌ها از فیزیک و شیمی گرفته تا علوم طبیعی تا بعد ادبیات علوم انسانی، شرح احوال آدم‌ها، هنرشاهی، سینما، تئاتر، سینما هنر در همه زمینه‌ها دیگه. و خب ما با فقر زبانی بسیار بزرگی روبرو بودیم در این زمینه ترمینولوژی و اصطلاحات لازم برای کار دارت و معرف نویسی و این مرد همت این رو داشت و علم این رو داشت و جرأت این رو داشت که پیش آهنگی بکنه در این زمینه و مقدار زیادی لغت بسازه و حتی گروهی تشکیل داده بود که خودش نامش رو گفت داروزرد و گروه دانشمندان و زبان‌دانان رو جمع کرده بود و اینها با هم لغت می ساختن برای این کار دارت و معرف که از اون یه بخشش به اسم فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی جداگانه چاپ شد که مجموعه بسیار درخشانی و سودمندی و در زمینه اصطلاحات جغرافیایی بود و همچنین خاصه تو همه زمینه‌های دیگه از فیزیک و شیمی گرفته تا مثلا حوزه علوم انسانی این کار واژه‌سازی رو انجام داده برای که بتونن مقالات دارت معرف مثلا کلمبیا رو ترجمه یا منابع دیگه رو به فارسی ترجمه کنن. و اون زمان که من دانشجوی دانشگاه تهران بودم برای من در سن آموزشی بودم و به حال بسیار این تجربه بسیار آموزنده بود و ذهن منو تحریک کرد پیرامون مسئله زبان و مسئله اصطلاحات و از اون به بعد دیگه من ول نکردم. در همون سالها در همون زمانی که ما دانشجو بودیم مثلا اون کتاب فرهنگ سیاسی رو من تحریک کردم. البته اول با دوست عزیزم آقای مکلا شروع کردیم ولی ایشون به دلیل گرفتاری‌های دیگری که داشتن ادامه ندادن همکاری رو، ولی من تمام کردم و اولین کتابی بود که در فارسی اصطلاحات علوم سیاسی رو به صورت علمی اکادمیک تعریف میکرد و خب همونجا هم به حال من به مسائلی برخوردم در زمینه اصطلاح شناسی علوم سیاسی که سعی میکردم حل بکنم و بعد از اون هم خلاصه این کار ادامه پیدا کرد. در سال 1349 موقع بودیم من دعوت شدم به همکاری با یک مؤسسه تازه تأسیسی به اسم پژوهشگاه علوم انسانی و اونجا یک پروژه‌ای رو من در پیش گرفتم که ترجمه یک دیکشنری آف سوشال ساینسز بود که یونسکو منتشر کرده بود در زمینه‌های خب شامل مثلا اقتصاد، جامعه شناسی،
مردم شناسی در چند زمینه علوم اجتماعی و من برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم و مثلا دستمایه زبانیش رو بتونیم فراهم بکنیم رفتم دنبال این که خب ببینیم چی داریم در زبان فارسی تو این زمینه و شروع کردیم به گردآوری اصطلاحات که از طریق متن‌های ترجمه شده در میامد یا حالا به صورت پانویش صفحات یا به صورت در پایان کتاب‌ها مثلا داده بودن مترجم‌ها و اینها رو در انگلیسی، فارسی، فرانسه، فارسی ما جمع‌آوری کردیم که اون کار رو پروژه رو انجام بدیم ولی اون پروژه انجام نشد به دلایلی و من از اون مؤسسه اومدم بیرون ولی گفتم خب حالا اینایی رو که جمع کردیم اینا رو منتشر کنیم که اینا در 2354 یا 354 در دو جلد به اسم واژگان فلسفه و علوم اجتماعی انگلیسی، فارسی، فرانسه، فارسی منتشر شد و به دلیل اینکه خب خلایی بود در فارسی هیچی نبود از این بابت با عنوان مرجع خیلی استقبال شد ازش ولی در اون مرحله از من هنوز از خودم چیز زیادی مایه نذاشته بودم فقط همین کارهایی که شده بود رو جمع کردم اما همین کار سبب شد که من متوجه بشم که خلای بسیاری هست اولا بسیاری واژه ها معادل فارسی هنوز براشون گذاشته نشده یا اونهایی که گذاشته شده نقش های بسیار دارن یا مثلا مشتق ازشون نمیشه ساخت یا دقت کافی ندارن و همچنین به حال اون مجموعه هنوز خیلی محدوده برای نیاز زبان فارسی برای که بتونه اندیشه های مدرن رو در حوزه علمی، علوم حوزه علوم انسانی منتقل بکنه و از اینجا بود که من رفتم دنبال پروژه‌ای که خودم آنچه که هست رو بگیرم و کمبودهاش رو بسنجم و ببینم که حالا من چه میتونم بکنم تو این زمینه به اصطلاح چه کانتریبیوشنی میتونی بدم و خب من از اونجا که از خیلی نوجوانی با ادبیات فارسی خیلی مانوس بودم بخصوص شعر فارسی خیلی مانوس بودم و ذوق زبانی به حال داشتم و بخصوص ترکیب خوب میتونستم بسازم از کلمات شروع کردم به حال این کار رو در پیش گرفتن ولی خب بعد خود به انقلاب و متوقف شد و همه گرفتاری هایی که برای همه همون پیش آمده برای بنده هم پیش آمد و من اومدم خارج از ایران ولی همچنان وسوسه این پروژه با من بود و ادامه میدادم یادداشت میکردم دائم هرچی که مثلا میخوندم فکر میکردم که یا معادل به ذهنم میرسید میذاشتم از جمله ها از جمله آنچه که مثلا من گذاشتم همین کلمه معروف گفتمانه که یه دوستی در امریکا من سر این مجله ایرانی بودم یه مقاله نوشته بود درباره همین بحث دیسکورس میشل فوکو و بعد که خب حالا معادلی دیسکورسو چی بذاریم من همین گفتمان اونجا پیشنهاد کردم و اون هم پذیرفت و گذاشتیم و بعد خب کلمه گرفت و رواج پیدا کرد به هر در بین همه گرفتاری ها و آوارگی ها اینها من دائم مشغول این کار بودم حتی از ایران گفتم که فیش هایی که من داشتم فرستادن برام در امریکا بعد دوباره اومدم اروپا در فرانسه و این کار رو به همت چند تا از دوستانم آقای هوشنگ کشاورز و اونا که مؤسسه درست کرده بودن برای مطالعه فرهنگ و گردآوری اسناد در پاریس اونا همتی کردن یک کمک مالی فراهم کردن که من بتونم این کار رو انجام بدم و این کار به نام فرهنگ علوم انسانی منتشر شد چاپ اولش در پاریس و بعد هم در ایران منتشر شد و بر کاری که من با این مجموعه کردم و برخورد من در طول چندین سال سالیان دراز با این مسئله ترمینولوژی و اصطلاحات ذهن من متوجه جنبه های بسیار تئوری که مسئله کرد اینکه خب من دارم میرم دنبال یه زبان مثلا انگلیسی تقلید میکنم نمیدونم یا ازش مایه میگیرم برای اینکه زبان خودم رو تقویت بکنم و یا دستمایه از اصطلاحات و لغات ضروری برای حوزه علوم انسانی فراهم کنم اما خب اونجا چه اتفاقی افتاده که اینها این تونستن که این مجموعه رو فراهم کنن
و بخصوص چیزی که توجه من رو جلب کرد این که چرا این مجموعه اصطلاحات مثلا این همه از مایه لاتینی و یونانیه و مثلا از مایه های بومی انگلیسی، مایه های جرمنی که انگلو ساکسون و اینا خیلی کم میشه پیدا کرد و بعد درستان تو زبان فرانسه هم همینطور از زبان لاتینی معمولی، یعنی ریشه لاتینی معمولی فرانسه این کار نمی کنن، برمیگردن مثلا به ریشه های اصلی لاتینی یونانی ترکیب میکنن، پیش با پیشفنده ها و پسفنده های یونانی کار میکنن یا لاتینی کار میکنن و این و به این ترتیب در واقع یک زمین حوزه زبانی توسعه یافته ای به وجود آوردن که به خیلی به سرعت خودش میتونه تکثیر کنه، خیلی به سرعت میتونه پاسخ بده به نیازهای تازه‌اش. اینو خب همه شما که به حداقل دو زبانه هستید و در حوزه های علمی و فنی کار میکنید خیلی خوب میبینید که مثلا چه سرعتی فرض کنید هم در عرض همین 20 30 سال اخیر کامپیوتر ساینس آمده و نمیدونم مثلا علم مثلا ژنتیک و غیره و غیره این پیشرفت‌های عظیم بسیار سریعی کردن. خب اینا احتیاج به مایه زبانی دارن، احتیاج به اسم دارن که بنامن یه چیزی رو، احتیاج به صفت دارن برای اون چیزی که نامیده شده، احتیاج به قید دارن برای اینکه تو جمله بتونن ازش، احتیاج به فعل دارن. خب اینا چی کار میکنن و چرا به این سرعت میتونن که این کارها رو بکنن؟ و همین که خب بخواهیم برگردونید چه به یه زبان مثلا مثل فارسی یا مثل عربی یا مثل ترکی این کار به این سرعت و به این سهولت به هیچ وجه امکان نداره، حتی بسیاری جا اصلا امکان نداره. خب پس اینجا یه اتفاقی افتاده که ما این اتفاق رو باید بفهمیم. من کوششم رو گذاشتم، چند سالی کار کردم روی این جنبه کار و بعد این کتاب زبان باز رو نوشتم و همچنین خب تو مقدمه فرهنگ علوم انسانی که 50 صفحه است باز من این مسائل رو اونجا طرح کردم و تو این کتاب زبان باز من رفتم به سراغ این داستان که زبانهای مدرن چگونه زبانهای مدرن شدن و عالم مدرن علاوه بر همه وجوه زندگی مدرنش و همه دستاوردهای شگرفش در علم و تکنولوژی و انقلاب علمی و انقلاب صنعتی و شکل زندگی مدرنی که ما توش داریم زندگی میکنیم، همه ابزار و آلات و اسباب و همه ساختار زندگانی اجتماعی شهری و غیره که مال این دوران زندگانی مدرنه، خب این یه بستر زبانی میخواد. این بستر زبانی چگونه فراهم شده و یه زبانی مثل انگلیسی چگونه تونسته قدرتمندترین، خب زبانی که تا 5 قرن پیش جو زبان بومی محلی خیلی کم توسعه خیلی شاید میشه ابتدایی بود و آنچه هم که مثلا اونجا با از باب فرهنگ و نوشتار بود بیشتر مثلا به زبان لاتینی بود و به زبان کلیسا بود و ولی از یه زمانی این زبان انگلیسی از قرن 16 هم یه دفعه به صورت انفجاری شروع میکنه به رشد کردن. بنابراین برای اینکه بفهمیم ما اصل مسئله چیه، حالا صرف نظر از اینکه این لغت رو چیکار میتونیم بکنیم، اون لغت رو چیکار میتونیم بکنیم، از مایه های زبان فارسی رو چجوری میتونیم زنده کنیم، چجوری میتونیم مشتق بسازیم از آنچه که هست، چجوری میتونیم ترکیب بسازیم و غیره، خب این بخش ضروری کاره، ولی یه بخش مهم و اساسی ترش هم همین است که اصلا ما بفهمیم که چه اتفاقی افتاده که ما ناگزیریم که این کارها رو بکنیم. مثلا چرا ما دنبال زبان هندی و چینی نمیریم، از اونها الگو نمیگیریم، چرا از انگلیسی و فرانسه الگو میگیریم؟ برای اینکه اینها زبانهای مادر مدرنیته هستن. ولی این مطالعه‌ای که من کردم در این زمینه و عنوانش رو گذاشتم زبان باز، خب زبان باز یه چیزی به مقابلش زبان بسته رو به خاطر میاره. زبان باز زبانی است که بر حسب تعریف میتونه دائم خودش رو توسعه بده، میتونه سرمایه زبانی خودش رو افزایش بده و همراه با شتاب علم و پیشرفت علم و تکنولوژی و همه وجوه زندگی مدرن زبان هم توسعه پیدا میکنه و زبان بسته زبانی است که خیلی کند توسعه پیدا میکنه یا اساسا توسعه پیدا نمیکنه و یا در مقابل توسعه مقاومت نشون میده و اینجاست که اون چیزی که اسمش رو گذاشتیم جهان سوم، دنیایی که بهره‌مند از این پیشرفت‌های علم و تکنولوژی نیست،
و مثلا نسبت به این الگوهای جهانی خودش عقبه، زبانهاش هم ناگزیر همین جوریه. یعنی این زبانها زبانهای جهان سومی هن. اگرچه من اینو نوشتم بعضی رو بهشون بر میخوره که مثلا ما بگیم فارسی مثلا این زبان جهان سومی هن. نه، فارسی درسته زبانیست که میراث ادبی خیلی عالی داره و خیلی و خود من هم خیلی دوست دارم اون میراث رو و خیلی ازش بهره‌مند شدم و استفاده کردم. برای همین کار علمی و برای همین کار واژه‌سازی خب من از میراث ادبی، از زبان سعدی، از زبان فردوسی، از زبان بیهقی اینا من استفاده کردم، بهره‌مند شدم. ولی به هر حال این قضیه که ما یه جایی زبانمون بسته است و یه جایی از عهده بیان اونچه که توی فضای اون زبان‌ها بیان میشه بر نمیاییم، لازمش این است که ما یه رهیافت دیگری به زبان باید داشته باشیم. اون رهیافت چیه؟ همون چیزیست که در این زبان‌های پیشاهنگ مثلا مدرنیته مشاهده می‌کنیم و اون یک نوع رهیافت تکنولوژیک به زبان. اینا وقتی که شروع کرد از قرن 16 هم علوم جدید شروع کرد به آغاز شدن و پیشرفت کردن و مسئله زبان براشون مطرح بود و دنبال یک زبان و میدونستن که این زبان طبیعی که دارن این جواب نمیده، این مجموعه واژگانی که دارن جواب نمیده به اون نیازها. زبان یه زبان شفاف مثلا عینی نگر ابجکتیو که درش کارسپاندنس یک به یک باشه، تطابق یک به یک باشه بین ابژه و سوژه، بین مفهوم و مصداق. و این چیزیست که به حال زبان علمی دنبالش داریه و زبانی که ضرورتاً نبایستی که آرایش ادبی داشته باشه یا مثلا خوش آهنگ باشه ضرورتاً یا موسیقایی باشه، بخلاف اون چیزی که معمولاً تصوری که ما از زبان یا ایماجی ما داریم. یاد فکر کنم زبان علمی هم بایستی با الگوی زبان ادبی توسعه پیدا بکنه و باید خوش آهنگ باشه. ولی این زبان‌ها اینجوری توسعه پیدا نکردن. این از در آغاز دنبال یه چیزی به عنوان زبان کامل بودن. این اومبرتو اکو یه کتابی داره The Perfect Language، کتاب خیلی خوبی است. راجبه این تاریخ این برخورد با زبان رو اونجا تحقیق کرده که اینا از اول مثلا حتی هنوز خب اسطوره‌های آفرینش کتاب مقدسی بر ذهن‌ها حاکم بوده، هنوز دستاوردهای علوم طبیعی مثلا منشأ انسان رو به حیوان نرسونده بوده و اون همه اون داستان ها و اینا. فکر اون زبانی که میگن خدا در بهشت به آدم آموخت که در قرآن هم هست و علم الآدم الاسماء و کلها، این که خدا زبان رو به انسان داده و اون زبانی که آدم آموخته بوده پس حتما ضرورتا زبان کاملی بوده. و اول مثلا فکر میگن این زبان عبرانی بایستی باشه که زبانیست که به آدم آموخته شده. و بعد ایده های مختلفی براشون میشه، حتی یک نوع زبان سمبولیکی که مثل زبان طبیعی خورسه وابسته به شرایط عاطفی خودش نباشه و مثلا فکر میکردن که یه چیز شبیه خط هیروگلیف مصری یا خط ایدئوگرافی چینی مثلا میتونه به درد این کار علمی بخوره، چون اون خط ها مستقیم با ساختار فونتیک زبان ارتباط ندارن، بلکه ایده اشیاء رو بیان میکنن به صورت سمبولیک. برحال مثلا در قرن 17 ما لایبنیتس رو داریم که خب از پیشاهنگان بسیار مهم فلسفه مدرن است و فکر مدرن اینها. اون خیلی سخت شکوه میکنه از اینکه این زبان طبیعی جواب نمیده، یعنی کلمات توش ابهام دارن، سایه دارن. زبان طبیعی زبانیست که تو پراتیک زندگی انسانی شکل میگیره و بسیاری کلماتش حاشیه های معنایی دوم و سوم دارن یا حتی گاهی معناهای متضاد در یک کلمه هست. و اولا خب دامنه واژگانیش محدوده و مثلا فرشون در حوزه مثلا گیاه‌شناسی و جانورشناسی اینا فقط برای جانورها و گیاه هایی که دورور خودش میشناسه نام هایی داره، نه برای شناخت مثلا تمامی نمودهای زیستی بر روی کره زمین، کاری که پروژه عظیمی که
علم علوم طبیعی از قرن مثلا 19 وقتش گرفتم، اونها رو به زبان طبیعی معمولی انگلیسی فرانسه نمیشه گفت. بعد موانع ساختاری زبان هست. این زبان ها، زبان هایی که پیش آمده، مثلا این زبان های هند اروپایی، مثل هم زبان های آلمانی، فرانسه، انگلیسی، فلان، که فارسی، زبان فارسی و زبان های ایرانی هم از همین خانواده زبانی هستند. اینا در ساختارهای قدیمی کهن خودشون خیلی مثلا سینتتیک هستند و کلمات رو به هم میچسبونن، پسوند و پیشوند خیلی دارن و میشه مثلا معرفش که تو زبان سانسکریت نگاه کنید، خیلی واژه‌های بلند، حتی هنوز آلمانی مثلا این خصوصیت رو داره، ولی مثلا زبان فرانسه این خصوصیت رو نداره، بلکه اینا بهشون میگن زبان‌های تحلیلی، analytical languages، و اینا تحلیلی شدن به این معنا که به جای اون ترتیب سازی ها به کمک ابزارهای زبانی دیگه مثل حروف اضافه و ربط و اینها یه مفهوم تازه رو میسازه. مثلا فرضون در انگلیسی شما مثلا bathroom دارید که به معنی ترکیبیه bathroom، ولی مثلا همین فرانسه میگه سال دو بند، با این دوی حرف اضافه بیان میکنه. و در نتیجه خود حتی ساختار زبان طبیعی که آنالیتیک شده اجازه نمیده خیلی تکتوباتی ساخته بشه که لازم است برای زبان علمی. زبان فارسی هم از همین مقوله است، یعنی زبان‌های کهن ایرانی، زبان‌های سینتتیک مثل اوستایی، فارسی باستانی، اینا زبان‌های سینتتیک هم تعداد پسوندها و پیشوندهاش اینا خیلی زیاده، ولی زبان ها هرچی اومده جلو مثل آنالیتیک شده زبان فارسی هم مثل همین زبان ها. خب برای اینکه بتونن این مشکل رو حل بکنن، خب رفتن سراغ زبان‌های کلاسیک. زبان لاتینی که زبان کلیسا بود و زبان نوشتاری اروپا بود تا قرن 18 هم. حتی نیوتن مثلا به چیز نوشته، لاینیتس به لاتینی می نوشته، دکارت به لاتینی می نوشته. و از این زمان به مرد داریوش آشوری کردن به این زبان‌های ورنکولار به صلاح به قول من بوم بویشی نوشتن به انگلیسی، فرانسه، آلمانی اینا. و این زبان‌ها رو تا قرن 19 هم بهشون میگفتن والگر تانگز یا لانگ وولگر، زبان‌های عامیانه، عوامانه، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، زبان فرهنگی، زبان علمی، زبانی که خلاصه شأن واقعی نوشتاری داره رو زبان لاتینی میدونستن. و بعد هم با رنسانس اینا دوباره برگشتن، با آشنا شدن با یونان و زبان یونانی و خب زبان با تمام عظمت و شکوهی که فرهنگ یونانی داشت در ذهن اروپایی و مطالعه آثار یونانی رومی در دوره همونطور که بودیم در دوره رنسانس بسیار رواج گرفته بود. و وقت ساختار این زبان ها اومد وسط میدون، یعنی زبان یونانی و زبان لاتینی و زبان های سینتتیکن میتونن بچسبونن سر هم، کلمات بلند بسازن و بعد از اونها میشه مثلا مشتق ساخت. و به این ترتیب در واقع اینها اومدن از سرمایه زبان‌های کلاسیک اروپایی استفاده کردن، یعنی سرمایه زبان‌های سینتتیک رو آوردن سوار ساختار آنالیتیک زبان بومی خودشون کردن. و اول هم که این کار ما میخواستم بکنم، مثلا به انگلیسی میخواستم بنویسم قرن 16 هم، یه دیگه اعتراض میکردن که آقا اصلا این زبان علمی، زبان عوام، زبان عقب مونده که نمیتونی بیاد بشه زبان علمی و دشمنت علمی نوشت. حتی یکی سوی اصطلاح مثلا زبان خوکان مثلا به کار برده بود، عوام الناس که باز همونطور که گفتم مثلا تا قرن 19 هم حتی مثلا به زبان فرانسه هم گفتن ناگولیه. به حال اینا برای حل مشکل زبان علمی رفتن سراغ ساختارهای زبانهای لاتینی یونانی و از اینجا شروع شد داستان، از خصوص از اوائل اواخر قرن 18 هم و اوائل قرن 19 هم، و خصوص وقتی که این کشفیات زبانشناسی در حوزه زبانشناسی تاریخی دستاوردهای خیلی بزرگی در قرن 19 هم داشت و این خانواده زبانهای هندو اروپایی کشف شد و این سرمایه های رب زبانی آمدن در خدمت پیشرفت علم و تکنولوژی در اروپا،
و مثلا فرض کنید که یک کلمه مثل بیولوژی در انگلیسی یا بیولوژی در فرانسه، این ترکیبی است از بیوس یونانی به معنای زندگی و از لوگیا به اضافه لوگیا که شده لوژی و یا لاجی مثلا به انگلیسی. اینا مثلا قبلا تئولوژی رو داشتن، تئولوژی به انگلیسی معنای الهیات خود یعنی یا خداشناسی. خب به قیاس این و به قالب این مثلا بیولوژی و بیولوژی ساخته شد. مثلا اولا مثلا آلمانا ساختن بیولوژی، بعد فرانسوی ها اینو گرفتن، خب یک ادپتیشن مثلا آوایی میکنن با زبان خودشون میشه بیولوژی در فرانسه، انگلیسا میگیرن یه ادپتیشن بیو آوایی میکنن با زبان خودشون میشه بیولوژی. و بعد خب این مایه زبانی بهشون امکان میده که با این هر کاری میخوان بکنن. مثلا باز پسفندا و پیشفندا رو میتونن سرزم فرض کنید که پسفندای پیشفندای مثل مثلا ماکرو و میکرو، ماکرو به بیولوژی، میکرو بیولوژی و یا همه این پیشفندا که از لاتین یونانی گرفتن، پارا، پروتو، متا، ترانس، فلان، بهمان رو میتونن سر اینا چه پیشموره کنن. و این کاری است که با زبان طبیعی انگلیسی و فرانسه نمیشه کرد یا بسیار ضعیف میشن. شما همین رو بخواید مثلا بیولوژی رو بخواید به زبان بومی مثلا گویا بومی تر انگلیسی بگید، بعد بگید مثلا ساینس آف لایف، مثلا در باز با یه حالت اضافه باید به کار ببرید، یا فرانسه باید بگید مثلا سیانس دو لاوی، مثلا سیانس دو ویوان، مثلا باید بگید. و وقتی دیگه سر اینا شما نمیتونید پیشفند پسفند ماکرو میکرو فلان بذارید. یا و در واقع این تو قالب زبان طبیعی که بخواید بمونید هزار مانع ساختاری زبانی دارید. ولی اینا رفتن و یه کار تکنولوژیک دیگه، این با این کار تکنولوژیک بسیار کار ساده و آسان شد. مثلا بعد روی این روی پایه مثلا فرض کنید که بیولوژی و بیولوژی مثلا اکولوژی هم ساخته شد. اکولوژی چجوری ساخته شد؟ اینکه اینا اکونومی یا اکانومی رو داشتن که اصل یونانی داره، از ایکونوموس به معنای این، هم تو در متون یونانی که به عربی بعد به فارسی ترجمه شده بود میگفتن تدبیر، علم تدبیر منزل یا به معنای تدبیر امور خانه یا تدبیر امور شهر. اینو تو چیزایی به اصطلاح تقسیم بندی ارسطو از علوم هم هست، اکونومی که به علم تدبیر منزل ترجمهش میکردن. این ایکوش که از ایکوس یونانی به معنی خانه است، ایکوش از سر چیز کندن چسبوندن به لوژی شد اکولوژی. و بعد این کار که حالا شما بیو رو از سر بیولوژی میتونید بکنید بچسبونید به مثلا بگید بایو سیستم، بگید بایو دایورسیتی، نمیدونم ده ها لغت که همه آشنا هستید میدونید. یا همین کار مثلا با ایکو میکنه، ایکو رو میکنه ایکو فرندلی، دیگه چیزای خیلی عادی پیش پا افتاده دیگه ازش میسازن. و حتی فرض کنید که بعد در سایر زمین ها مثلا این علم سایبرنتیکس، این کلمه سایبرنتیکس حدود 1948 یه دانشمند امریکایی ساخته، این رو رفته کلمه یونانی رو گرفته کوبرنر به معنای سکان کشتی یا سکاندار، سکاندار کشتی. اینو گرفته ازش مدای یک نوع ادپتیشن آوایی میکنه. اون که های یونانی تو لاتینی میشده سی، سه عرض تو که تلفظ میشد تو لاتینی هم، ولی بعد مثلا میاد به فرانسه اون که ها سه تلفظ میشد، سی های انگلیسی. خب ما داریم دیگه انگلیسی همون جاهایی که مثلا خود مثلا سایروس فرض کنیم که اصلش بوده کوروس به یونانی که اومده از به زبان لاتینی همونچون کوروس، بعد اومده مثلا به فرانسه، بعد به انگلیسی سیروس و سایروس مثلا شده. این انطباق آوایی رو میکنن با تحولات تاریخی آوایی این خط و زبان. ولی بعد از اون ریشه‌ای که اصلش به معنای سکاندار و این حرف هاست که یعنی هدایت میکنه، در اسم میخواستن برای سیستم های خودکار یه کلمه پیدا کنن که سیستم های خودکار بیولوژیک چجوری کار میکنن و بعد سیستم های خودکار مکانیکی چجوری کار میکنن. برای این احتیاج به مفهوم بوده و از این کلمه ساخته میشه که ربطی به اصل یونانیش نداره، اون تعریفی رو که میخواد از اون بوده اون میده. بعد وقت
این سایبرنتیک خب با سایبرنتیشن ازش ساخته میشه و غیره، بعد این سایبرش کنده میشه میاد در مثلا کامپیوتر ساینس و فلان، این همه ازش چیز ساخته میشه دیگه. چون شما هر کسی حق داره این کارا رو بکنه، هر اهل علمی، هر اهل فنی حق داره که این کار مکانیکی زبانی رو بکنه، کاری که بهش با زبان طبیعی نمیشه. چون زبان طبیعی فرانسه، انگلیسی، آلمانی باز یه جور دیگه امکان ترکیب سازی بیشتر داره. مثلا تو فارسی ما هم فرض کنید که ما گفتیم معادل مثلا بیولوژی و بیولوژی در فارسی زیست شناسی ساخت، قبلا علم الحیات میگفتن، اینا بر بنا به عادات زبانی گذاشته همه رو رها به قالب عربی میساختن. بعد دوران جدیدتر که با تحت تاثیر ناسیونالیسم ایرانی اینا دوره رضا شاه فرهنگستان نام آمدند و خب مثلا زیست شناسی رو ساختن که خب دقیقا هم میخونه زیستش با بیو و شناسیش هم بیولوژی. ولی ما با زیست این کارهایی رو که اینا با بیو میکنن نمیتونیم بکنیم، همون گیر و گرفتاری های یه زبان طبیعی رو داریم. این کار تکنولوژیک مکانیکی با زبان سبب شده که بعد این چرا که آوردن از راه علم آمده سوار ساختار زبان روی زبان انالیتیک طبیعی سوار شده، بعد این خب یواش یواش جهت شدن تو به صورت طبیعی در آمدن بعد از مدتی، مثل همه یه چیزهایی میکنفرشون که کار مکانیکی رو بدن آدم میکنه، مثلا سیخ و میخی چیزی یعنی تو اعضا میذاره، بعد میتونه مثل جزء بدن آدم میشه دیگه. این کار زبانی هم کار مکانیکی زبانی رفته رفته جزء زبان طبیعی شد. یعنی یه کسان که علاوه بر زبان شناسی آشنا نباشن با این مفاهیم، مثلا نمیتونن تصور کنن که مثلا متای موقعی مثلا یونانی بوده یا ترانس مثلا فلان بوده، ولی این ترانس رو شما سر هر چیزی که میخواید میتونید الان بچسبونید دیگه. مثلا یا بیورو مثلا تروریسم آمده و خب یه نوع تروریسمی هم پیش بینی شده و ازش میترسن که بیا مثلا آبها رو مسموم کنه، بعد میسازه بیورو میره سر تروریسم میچسبونه بایو تروریسم و همینطور دیگه هر چیزی که بسیار خودتون آشنا هستید. ولی خب میگم غیر اهل مثلا زبان شناسی هستن که به حال تو این زمینه ها کار کردن، مردم معمولی حتی اهل علم توی حوزه‌های علمی مختلف نمیدونن که اینا یه موقعی آمده و این کار در واقع مدرنیته آمده زبان خودش رو ساخته و بدون اون نمیشده. یعنی این شکل زندگی مدرن ما با تمام دستاوردهای علمی و تکنولوژیکش بدون این ساخت زبانی و کار زبانی ممکن نبوده. و یه نکته مهم دیگه این است که این چیزها که با ما دستگاه ترمینولوژیکی علمی ساخته میشه اینها ربطی به هیچ زبان خاصی نداره. همونطور گفتم مثلا حتی کلمه از یونانی گرفته، فرض کنید که الکترو آنسفالوگرافی رو اومده، این الکتروش باز یونانیه، سفالوش هم از کفالوی یونانی به معنای کله است، بعد گرافیش هم باز یونانیه، ولی هیچ یونانی این کلمه رو نمیشناخت، از معنی نداشته تو یونانی باستانی که مثلا الکترو آنسفالوگرافی یعنی چی. مثلا با همین کلمه الکترون هم اصلش به معنای کهربا بوده در یونانی، الکترون به معنای کهربا، اینو اول الکتریسیته ساکن رو کشف کردن تو کهربا هست مثلا، بعد میاد توی به الکتریسیته جاری هم به اصطلاح اطلاق میشه و این الکترو میشه بسمایه تمامی این دستگاه ترمینولوژیک عظیم صنعت برق و یا فیزیک مثلا مربوط به این زمینه ها. و خب ولی گرفتن پیش موره کردن به هم دیگه اسم گذاشتن برای ابزاری که یا کابه یا کارکر، یک ابزاری که مثلا امواج مغز رو مثلا ثبت میکنه یا مثلا امواج قلب رو مثلا ثبت میکنه و همینطور. بعد وقتی که علم پزشکی پیشرفت کرده، آناتومی و هر شبت که فیزیولوژی اینا پیشرفت کرده و بعد ابزارهای دقیقی آمده که مثلا میکروسکوپ آمده که میشد دید یه جهان میکروسکوپی رو که قبلا با چشم عادی نمیشد دید، خب این جهان‌های تازه کشف شده زیر میکروسکوپ، اینا همه نام میخوان
شبت صفت میخوان عشق کنن یه چیزی در برشون حرف زد و از اینجا مثلا اومده فرض کنید یه کلمه میکروب رو ساخته. کلمه میکروب ترکیبی است از ما از میکی از میکروب مثلا تیکه اول میکروب به اضافه اوغش هم از حالا از یکی از همین کلمات گرفتن اینجوری به هم چسبوندن و این به صورت بعد یه عادت زبانی که شما میتونید هر کاری که میگید تیکه از این بکنید تیکه از اون بکنید سرهم بکنید یه معنای تازه بهش بدید و دیگه کار خیلی عادی روزمره است توی همه این چیزهای دستاوردهای تازه اختراعات تازه اکتشافات تازه این خیلی خیلی عادیه توی این زبان ولی همطور گفتم اینا چون من اساسا مال زبان خاصی نیستم برای تابع تکنیک و مکانیک خودشون درچه مدرنیته یه قلمرو زبانی آزاد درست کرده برای حوزه زبان علم و تکنولوژی و همه مفاهیمی که چه علوم انسانی چه علوم طبیعی یه قلمرو زبانی آزاد درست کرده که توی اون بتونه موانع زبان طبیعی رو دور بزنه برخورد نکنه به موانع زبان طبیعی و در واقع اون چیزی که ما مشاهده میکنیم به صورت زبان علمی مثل یه هایوی که صاف میره و به هیچ مانع طبیعی بر نمیخوره اگر به کوه بر بخوره زیرش تونل میزنه رد میشه اگر به دره بر بخوره روش پل میزنه میره اگر به جنگل بر بخوره میشکافتش از وسطش رد میشه شما در هایوی یا اتوبان هیچ وقت به هیچ مانع طبیعی بر نمیخوره و در واقع زبان علمی این زبان تکنیکال یک همچین زمینه ای ایجاد کرده که اون موانع طبیعی زبان طبیعی رو میخواد دور بزنه یا از بالای سرشون رد بشه و آمده با این دستگاه های ترمینولوژیک رو با این کار در واقع کار مهندسی زبانی هست خب همونطور که گفتم این دستگاه‌های ترمینولوژیک در واقع ارتباطی میان توی بستر زبان‌های طبیعی و توشون قرار می‌گیرن و بعد این زبان‌ها رو با خودشون سازگار می‌کنن و بعد این زبان‌ها توانا میشن که راجع به چیزهای حرف بزنن که قبلا نمی‌تونستن حرف بزنن همدلیل مثلا تو این برای اینکه حساب اینا رو از لغات زبان طبیعی جدا بکنن این فرهنگ وبستر اینترنشنال سه جلدی بزرگ از سال 1970 به این طرف در خب اتیمولوژی و مثلا ریشه شناسی این لغات رو میدن دیگه توی فرهنگ های بزرگ ریشه شناسی هم میدن و در مقابل این جور کلمات می نویسه SIV یعنی Scientific International Vocabulary از جلوی آسپرین مثلا شما نگاه کنی نوشته SIV یعنی به هیچ زبونی خاصی ارتباط نداره البته بعد میره میگه که این از چیه مثلا آسپرین مثلا از آسوپیره لاتینیه به معنای به خواب رفتن و فلان و بهمان با پسوند این مثلا از آلمانی گرفتن سرهم کردن شده اسم این دارویی که مثلا آرام بخشه یا مثلا به خواب میبره و همطور بقیه چیزهای ترمینولوژیک اینجا حسابشون جدا میشه و در اینجا اینا مال یه زبان به مال زبان بین‌المللی علم شناخته میشه که هر زبانی میتونه اینا رو بگیره به کار بره اونطور در کاربردش یک ادپتیشن آوایی و گرامری میشه همطور که آواییشو گفتم مثلا فرض کنید شما در فرانسه میگید بیولوژیک در یعنی پسوند ای که فرانسه میچسبه بهش بعد میخواد صفت بسازه در انگلیسی میگه بایولوژیکال مثلا اون علامت صفتساز انگلیسی میاد بشه یا قیدش میشه بایولوژیکالی در مثلا انگلیسی در فرانسه میشه بیولوژیک ما یا بعد در آلمانی مثلا میشه بیولوژیش در هم صفتش و هم قیدش میشه بیولوژیش مثلا و بعد وقتی ازش فعل میخواد بسازه شما باید مثلا از موانع زبان طبیعی دیگه مثلا انگلیسی شما واتر دارین که هم فعل هم اسمه تو واتر برای آب دادن ولی تو فرانسه او فعل نداره باید با فعل
کمکی بسازه، مثل فارسی که آب فلک با فلک و آب دادن مثلا بده. شما نمیتونید بگید آبیدن، اهل زبون قبول نمیکنه شما بگید آبیدن، اگر شما خوابیدن میگید ولی آبیدن حق ندارید بگید. اینا بله این احکام جبارانه زبان طبیعیه. خب ولی تو این حوزه زبان ترمینولوژیک علمی این موانع از راه برمی‌داره دیگه، میاد فرضشون اصلا با اوی فرانسه کاری نداره یا با واتر انگلیسی کار نداره، وقتی می‌خواد تو حوزه ترمینولوژی علمی میره سراغ اردوخواست یونانی به معنی آب، اونو میاره توی فضای زبانی خودش، مثلا انگلیسی هایدرو این فرانسه ایدرو مثلا ازش می‌سازه، ترکیبش می‌کنه ایدرو الکتریک مثلا، هایدرو الکتریک مثلا، بعد مصدر میخواد بسازه ازش، میاد علامت مصدری فرانسه رو اضافه میکنه به هر کدوم از کلمات که میخواد، مثلا از میسازه ازش ایدغاته و اوهر آخرش یعنی آب دادن در واقع در اصل، یا بعد زدش میخواد بسازه پیشوند لاتینی نفی رو میذاره سرش، میگه دزیدغاته، آب گرفتن یا آب از دست دادن، مثلا بعدن وقتی خوش میشه و آبش از دست میشه دزیدغاته. و ببینید کاری که مثلا بازوز کلمه اوی طبیعی نمیشه کرد به موضوع تو زبان فرانسه تقریبا اسمای طبیعی زبان طبیعی چیزی به سر دومشون نمیشه چسبون، همیشه به حالت اضافه باید بیاد، ولی اصلا کاری نداره. خب ببین دور میزنه، حتی تو حوزه علوم طبیعی، آبشناسی، بیولوژی، علوم مهندسی، هر جا که کار داره با آب، مفهوم آب همون میره از یونانی میگیره، یا اگه لازم باشه با پسند پیشوندهای لاتینی ترکیبش میکنه و میسازه. و به این ترتیب زبان علوم طبیعی زبان راه رو برای زبان علوم انسانی هم باز کرده، یعنی از قرن 19 هم وقتی علوم انسانی شروع به حرکت میکنه، این پشتوانه و زمینه که علوم طبیعی فراهم کردن، این میشه سرمایه در این را برای شما به راحتی با این پسفنده و پیشفنده و مایه های لاتینی یونانی میتونید کار کنید برای مفاهیم علوم انسانی. و از اونجایی که اینا مال هیچ زبان خاصی نیستن، هر زبانی میتونه اینا رو بگیره و با مثلا سازگار بکنه با ساختار آوایی و همچنین دستوری خودش. من شما در اروپا مثلا از حالا انگلیسی، فرانسه، آلمانی که زبان‌های اصلی پیشاهنگ علوم مدرن و انقلاب صنعتی و علمی هستن، بگذارید مثلا زبان سوئدی، نروژی، ایتالیایی، حتی برید اروپای شرقی، زبان چکی، زبان اسلوواکی، زبان روسی، اینا هیچ کدومی که برنمیاد که بخوام با زبان طبیعی خودشون مثلا اینا رو بسازن. همین مایه های لاتین یونانی رو که به عنوان زبان بین المللی علم شناخته میشه، اینا رو میگیرن یک ادپتیشن آوایی و دستوری همونطور که مثلا تو فرانسه و انگلیسی میشه با زبان خودشون میکنن، علامت مثلا مصدرش رو با علامت مصدری خودش میسازه، قید و فعلش، قید و صفتش رو با علامت قیدساز و صفتساز بومی خودش میکنه، و به این ترتیب این واژه ها تو این زبان ها بومی هست. و دیگه مثلا وقتی کسی تو زبان کوچ و بازار هم که مثلا کسی به کار داره به نظرش غریب و عجیب نمیاد. اما در زبان هایی که در توی این بستر انقلاب صنعتی و علمی نبودند، مثل زبان فارسی، مثل زبان ترکی، مثل زبان عربی، و همچنان در مقیدند به ساختار زبان طبیعی خودشون، کار دشوار میشه. اول مثلا خواستم این تصور ایجاد شد بود که ما همه اینا رو میتونیم بسازیم دوباره تو زبان خودمون. خب کسانی هم داریم که از اهل علم داریم، با داد و سخن هم دادن، مثلا مرحوم دکتر حسابی کتابی نوشته راجع به همین مسائل ترمینولوژی، اون اومده یه طرف محاسباتی کرده که مثلا در فارسی، از زبان‌های ایرانی بگیم به طور کلی، مثلا فارسی باستان و فارسی میانه پهلوی فلان دارم حساب میکنن، ما مثلا میتونیم اینا رو علاوه بر امکان ترکیبیشون در نظر بگیریم و یا با ستاک ها مثلا ستاک کلمات و پسند و پیشفند ها مثلا تو فارسی میتونه 10 میلیون لغت بسازه و از قوم میگه مثلا عربی، ولی مثلا بیش از 1 میلیون نمیتونه بسازه. تو این زمینه مثلا ترک ها به جهت اینکه خطشون رو عوض کردن و در این حال این ایده که ما اروپایی هستیم درشون خیلی تقویت شد از زمان آتاتورک،
اونا خیلی راحت قبول میکنن و میپذیرن و چون نوشتنش هم براشون آسونه. ولی برای ما یکی از مشکلاتش اینه که اینا چجوری بنویسیم با خط فارسی که مثلا علامت های چیز نداره، صوتیه مثلا مصاحبت های کوتاه توش مثلا نوشته نمیشه یا مشکلات خاص خط ما نمیشه یا عربی مثلا هم گرفتاری رو داره. به هر این زبان ها یه جوری کم و بیش بلا تکلیفن در مقابل این مسئله و یک علتش هم همین است که به درستی اصل قضیه فهمیده نشده که آقا اینا مال هیچ زبان خاصی نیستن، اینا فراورده های علم و تکنولوژی مدرن و هر زبانی حق داره اینا رو بگیری برای خودش و بیاره توی ساختار خودش و ساختار خودش رو هم در اینا با اینها سازگار بکنه. مثلا فرهنگستان زبان در ایران از فرهنگستان اول زمان رضا شاه تا فرهنگستان دوم زمان محمد رضا شاه که خود من هم اونجا در خود کمیسیون علوم اجتماعیش بودم تا زبان فرهنگستان سوم که جمهوری اسلامی تأسیس کرده، اینا در واقع اون چیز اصلی مثلا موتیویشن اصلیشون انگیزه اصلیشون این است که زبان فارسی رو از عناصر خارجی پاک کنن، زبان رو پیراسته نگه دارن، نذارن کلمات بیگانه درش نفوذ بکنه، بنابراین بشنن لغت سازی کنن. البته فرنگستان اول در واقع حرکتش در این جهت بود که عربی رو در فارسی کم بکنه و در واقع فارسی رو احیا کنه. از این بابت خیلی هم خدمت کردن، یعنی اینکه علم الحیات جا شد داد به زیست شناسی، این مال کار زبانی فرنگستان اول بود و بسیار لغات دیگری که یه چرخشی بود در ذوق زبانی ما که اصلا ما این زبان فارسی که اینجوری مستعمره زبان عربی شده، هرچی که میخوایی از زبان عربی باید بگیری. مثلا وقتی که تو مدرسه دارالفنون معلمای فرنگی اومده بودن علوم جدید رو درس میدادن به اینها، خب یه مترجم داشتن که اینا رو ترجمه میکردن به فارسی بسنن، ولی تمام از به عادات ملایی مدرسه سنتی همه رو به عربی یا به عربی جعل میکردن. اصلا مثلا یه چیزی مثل فرض کنید بارومتر میشد میزان و زغته. بعدا مثلا فشار سنج اومد جاشو گرفتی. و من سالها پیش میرفتم پیش یه دندانسازی که خیلی پیرمرد بود، من جوان بودم و پیر بود و اصلا تاثیر کرده های قدیم دارفونون رو هنوز مثلا نمیگفت جویدن، میگفت عمل مزق. ولی خب این عادات زبانی که ما مال خود سنت چند صد ساله بود دیگه، خب علم به زبان عربی وارد فضای فرهنگ دنیای اسلامی شد دیگه و فارسی هم حتی آنچه که به فارسی می نوشتن این رفته رفته بیشتر و بیشتر خودش رو متعهد کرده، جذب از عربی، حتی میگم بسیار لغات ساخته شده در فارسی به نام ظاهرا عربی هستند که خود عربا هرگز اینا رو نمیشناسن، به کار نمیبرن، اما اینکه میشه از فارسی ساخت این تو از ذهن ها غایب شده بود، فقط تو زبان شاعرانه مثلا ترکیبات زیبای شاعرانه ساخته میشد، اما اینکه میشه یه مشتق ساخت مثلا یه پسوندی رو میشه فعال کرد، مثلا فرض کنید همین کلمه معروف گفتمان که وقتی من ساختم به گفت ریشه فعل گفتن به اضافه مان، پسوند مان، خب مثلا به قیاس زایمان مثلا یا چایمان، بعد به همین قیاس مثلا ساختمان و سازمان هم ساخته شده از دو تا ریشه فعل ساختن. افعال فارسی معمولا دو ریشه ای هم دیگه، یه ریشه ماضی داره یه ریشه مضارع داره، ساختمان از ریشه ساخت ماضی ساخته شده، سازمان از ریشه مضارع ساخت یعنی سازیدن ساخته شده. خب اللحاظ ساختار زبانیش اشکالی نداره این کلمه که خب ریشه فعل به اضافه پسندمان یه اسم میده که میشه معنای حاصل یه عملیه مثل زایمان، ولی خب چون عادات زبانی بعد این هست که این مثلا میگن که اینا اصلا مردن، پس شما حق ندارید دست بزنید به این ساختار زبانی. و خصوص وقتی ادبا هم که خب خودشون رو مثلا عتبه‌دار زبان میدونند و اینکه خواسته باید رفت دائم از اونها جواز گرفت برای هر کاری،
براشون خیلی غیر عادی و سخت بود چون چیزایی که به اصطلاح مرده به حساب میان شما برید اینا رو بخواید زنده بکنید. ولی فرهنگستان اول به های خدمت رو کرد که این یخها رو شکست و بعدم خب کسانی مثلا احمد کسروی خیلی نقش مهمی داره در این زمینه. اون البته دیگه افراطی بود که حتی معتقد بود که مثلا این دو ریشگی فعل‌های فارسی رو باید ول کنی فقط یه ریشه‌شون مثلا بچسبون. ما خب به همه فارسی سره بسره. خب زمان رضا شاه از من قبل‌تر از اون از زمان مشروطه ما هم کسانی داشتیم که مثلا فارسی سره بنویسن، فارسی که هیچ عنصر مثلا عربی توش نباشه. و ولی اینها به هر حال یه جوری به پیرایش زبان فارسی هم خدمت کردن. یعنی ناسیونالیسم ایرانی که از مشروطه آمد و دوره رضا شاه اوج گرفت و از دلش فرهنگستان زبانی بیرون آمد که می‌خواست که زبان رو پیراسته بکنه، این خدمت رو کرد که زبان فارسی رو برگردون تا حد زیادی روی پایه خودش، که این زبان این استعداد رو داره که از مایه‌های خودش بسازه، یا حتی مایه‌های عربی رو هم در فارسی میشه با قاعده فارسی به کار برد، در تفاظن به ترکیبی مثل سحرخیز، به ترکیب خیلی قشنگی و خیلی خوبه از یه ماده عربی و یه ریشه فعل فارسی. من این کارو میشه کرد به جای اینکه ما همه رو حتی در ساختمان زبان عربی به کار ببریم. و این مثلا شما نیا کنی از قرن مثلا ششم و هفتم به این طرف یک کلمه عربی که میومده با خودش قبیله‌ای همه قوم خویشاشو میآورده. مثلا صدق که میآمده تصدیق و صادق و مصدق و مصدق و نمیدونم چه 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 همه اینا رو با خودش میآورده. اینا قبیله‌ای کوش میکردن به زبان فارسی. و دیگه اصلا به همین سبب شده بود که دیگه فراموش بشه اصلا زبان فارسی خودش میتونه از مثلا میتونه ازش مشتق بسازه، ازش میتونه ترکیب بسازه تو حوزه زبان نثر، زبان علمی. و بعد هم خب نثر فارسی هم نثر متکلفی بود دیگه، که در واقع عرصه‌ای بود که نویسنده میخواست نشون بده که چقدر باسواده، چقدر خلاصه میتونه قرابرا بنویسه. ولی تو دنیای مدرن که آمده با ژورنالیسم، روزنامه نویسی، با نیاز به زبان علمی دانشگاهی برای زدن حرفای مدرن، یکی از لوازمش این بود که اون زبان قرابرای مغلق مثلا آلمانه دانشمندانه سنتی جای خودشو به زبان ساده تر و نزدیکتر به زبان مردم بده. و خب یکی از اتفاقات مهم توی زبان‌های مدرن و کاری که مثلا مدرنیته کرده با زبان این است که زبان‌های طبیعی گفتاری رو آورده تبدیل به نوشتار کرده. مثلا زبان انگلیسی تا قرن 16 هم زبان نوشتاری میراث نوشتاری قابلی نداره، یا فرانسه. ولی بعد وقتی که شده زبان شروع کردن چیزهای مدرن رو بهش نوشتن، رفته رفته این زبان توانا شده که شده زبان انگلیسی که میشناسیم، که امروز زبان جهانگیره. و این برداشتن شکاف و فاصله بین زبان گفتاری و زبان نوشتاری یکی از حادثه‌های مهم زبان مدرنه. از جمله پیدایش ادبیات، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، اینا که باید به زبان گفتاری باشه، زبان گفتاری رو آورد توی بستر زبان مدرن. این داستان فارسی شگرست جمالزاده رو گمان می‌کنم باید بیشتر شما خونده باشید دیگه. داستان شخص خاصی میاد از برمخواد بیاد تو بندر بلایی بهش گیر میدن و میندازنش توی زندان، و تو زندان یه دونه آخوند هست و یه دونه فوکولی، و بعد هم یه جوان آمیر رو میندازن توی زندان که به یه بهانه خلاصه به اونم گیر داده میدن، به قول بچه های امروز. این بعد این میاد از اینا سوال میکنه که شما از اول میره سراغ آخونده و میگه که آقا چی شد منو چرا بی خودی انداختن تو زندان، و التماس میکنه به درگاه. بعد اون شروع میکنه به زبان قرابرای آخوندی که این مؤمن خلاصه چیز باش آرام باش ساکت باش، ولی به زبان چیز به زبان غلیظ آخوندی. بعد این شده وحشت زده میده سراغ اون فوکولیه که ادای فرانسه بودن اونجا گوشه سیبیلشو میتابونده و یه دونه رمان مثلا اینجا گرفته دو دسته میخونده.
با اون صحبت میکنه بعد اون شروع که به یه فارسی آمیخته با لغات فرانسه و یه زبان دست زبان عجیب و غریبی با این شروع رو صحبت کردن. و این من یه تحلیلی روی این داستان نوشتم، دنبالش هم یه مقاله هست به اسم درباره زبان تجدد، روی وبلاگ من هست اگر که خواستید اونجا میتونید ببینید. وبلاگ من اسمش هست جستار. بله این زبان، این داستان جمالزاده خیلی خوب این دوره تحول زبانی رو نشون میده که شخصیت راوی داستان که مثلا خود جمالزاده باشه، اونم یه آدم فرنگ رفته ایه و زبان فرنگی میدونه و زبان عربیش هم خوبه، عربی هم میدونه و اینا هم نشون میده اونجا. بعد در این حال هم زبانه با این جوان ساده دلیش که مثلا تو زندان زبانه این رو بخواد بگه که آه زبان حقیقی واقعی زبان اینه که باش میشه، بعد خب واسه خودش هم داستان بنویسه دیگه. و ولی در این حال این داستان یه مرحله تاریخی خیلی مهمی رو نشون میده، مرحله گذار زبانی از اون زبان سنت آخوندی به این زبان مدرن، زبان عربی که مدل بود و حاکم بود جای خودش رو داره میده به زبان فرانسه. و تو هم گفتمان و دیسکورس این دوتا خیلی جالبه. توی آخونده داره نصیحت میکنه که به زبان آخوندی که خودتو باید رضا به رضای خدا بدی و شکایت نکنیش فلان الکاظمین الغیظ و بل عافین عن الناس و از این حرفا. براش میگه اون فوکولیه به زبان انقلابی حرف میزنه و در واقع اینو تشویقش میکنه به ریولت که یعنی یه دیسکورس تازه‌ای با زبان تازه‌ای داره میاد توی فضای ما. و اینجاست که زبان فرانسه میشه مدل. ولی زبان فرانسه با خودش چی میاده؟ فقط یه زبان نیست، یه مجموعه لغات نیست، یه جهانه که باش میاد، جهان مدرنه که با زبان فرانسه میاد تو عالم ما. و هم دارید شما نگاه کنید، جمع کردم مثلا اقلا 3000 لغت فرانسه در زبان فارسی هست، از اصطلاحات طب و مهندسی و نظامی و سیاسی و اداری و غیره و غیره. حتی تو زندگی روزمره اصطلاحات آشپزی، این کلمه مثلا پوره سیب زمینی، من اول بگیم این فارسیه، بعدا فرانسه گرفتم فهمیده که این فرانسه. بله خلاصه این داستان این است که خلاصه عرض کنم خدمتتون که با تمام انقلاب عظیمی که با مدرنیته آمده به صورت انقلاب علمی و صنعتی، با خودش انقلاب زبانی هم آورده و این انقلاب زبانی ضروری اون انقلاب هاست و به اون انقلاب ها بدون این انقلاب زبانی نمیتونستن اتفاق بیفتن. و زبان مثلا زبانی مثل زبان ما هم نمیتونه با میراث ادبی یا گفتاری خودش جواب بده به نیازهای دنیای مدرن و بایستی که روی زبان کار بشه و روی زبان کار خلاق بشه. حالا تا اونجا که من میتونستم برای من بیشتر با ذوق ادبی در واقع این کارو کردم و همین دلیل خیلی از لغاتی که من میسازم خوششون میاد. مثلا فرض کنید که کلمه مثل رهیافت مثلا خب چون با یا آرمان شهر مثلا خب خیلی خیلی خوشاینده تو زبان فارسی، ولی خب قضیه به همینجا ختم نمیشه، باید یه کارای یه فکرای دیگه کرد، یه کسان دیگری تجربه های دیگری کردن. مثلا آقای ادیب سلطانی که کانت کتاب کریتیک در راین فرنوفت مال کانت رو ترجمه کرده، او رفته روی مدل همین کاری که زبان‌های فرنگی میکنن که خب اینا از مایه‌های لاتینی یونانی گرفتن آوردن تو زبان، این رفته سراغ فارسی باستان و مثلا زبان‌های ایرانی میانه و باستان اینا، همون کار رو چفت بس کردن رو با مایه‌های زبان فارسی میکنه. که یک دانشمند ایرانی دیگری که در پاریس هست مثلا آقای حیدری ملایری که تخصصش در استروفیزیکسه و یه فرهنگی هم روی اینترنت هم هست، یه فرهنگی تألیف کرده برای اصطلاحات استروفیزیکس، خب خیلی زحمت هم کشیده، کارش به حال جالبه. اما خب ما اینجا باز مشکلات دیگری داریم، یعنی ما اون نسبت رو با زبان‌های ایرانی باستان نداریم که اروپایی‌ها با زبان لاتینی یونانی دارن. اینا زبان لاتینی که تا قرن 18 زبان نوشتاریشون بوده و بعد مثلا زبان انگلیسی و زبان فرانسه یه دوران لاتینیزیشن دارن.
زبان مقدار زیادی از قرن 16 تا مقدار زیادی لغات اصطلاحات لاتین رو میگیرن میارن برای مفاهیم مدرن وارد زبانشون میکنن. یا فرانسهتون خودش از خانواده زبان‌های لاتینیه میگن رو لاتینیزاسیون. مثلا خیلی از این چیزایی که الان ترکیبی در زبان فرانسه گفته میشه اینا میراث این دوران از قرن 17 به این طرفن، چون اون زبان خود هم تو گفتم زبان آنالیتیکی است که نمیتونه بچسبونه به هم دیگه. ولی خب اینها با این میراث آشنا بودن و جزء مثلا میراث طبیعی تاریخیشون بوده و ما با اون زبان‌ها رابطه‌مون قطع شده. 1400 سال از دست کم ما با اون زبان‌ها فاصله، با زبان اوستایی که شاید 3000 سال مثلا فاصله داریم. و زبان اوستایی هنوز اصلا معلوم نیست که در کدام منطقه‌ای اول مثلا زبان بومی بوده که به صورت زبان نوشتاری در اومده. به حال از اینجور مسائل داریم، ولی خب اینجور در این تجربه ها به جای خودشون هم جالبن که چه کارهایی میشه کرد چه کارهایی نمیشه کرد. و خب مسائلی هم هستن که باید در حوزه فکر علمی و زبانشناسانه حل بشن و لزومی نداره که همه به حال سر از این کارها در بیارن، اما لازمه که ذهنیت عمومی نسبت به این چیزها خودآگاه بشه و حساس بشه نسبت به مسئله زبان و مقاومت در مقابل نوآوری زبانی هر چه کمتر باشه طبیعتاً زبان بهتر میتونه خودش رو سازگار بکنه با خواسته های دنیای مدرن. همچنان که مثلا زبان انگلیسی که در قرن 16 هم گفتم به زبان مثلا وحشیاز، زبان حد اکثر عزت که میتوشن میشه زبان عامیانه شده، این زبانی که میشناسیم مثلا زبان های مثل فارسی اینها اگر بخوان شانس بقا داشته باشن بایستی که به حال روشون خیلی کار بشه. بنده بیش از این دیگه شما رو خسته نمی کنم و متشکرم از این که عرض بنده با حوصله گوش کردید. دوستان خسته نباشید. من خواستم یادآوری کنم اگر دوستانی هستن که میخوان برنامه های ما با خبر بشن و احیانا توی لیست نیستید، لطف کنید با این ایمیل آدرسی که اینجاست یک ایمیل کوتاه برای ما بنویسید، ما اسمتون رو به لیست اضافه میکنیم که بتونیم در جریان برنامه‌های بعدی قرار بگیریم. فیسبوک هم اگر هستید به لکچر رو فیسبوک هم هست. آره حتما تو فیسبوک هم اگر هستید دوست برنامه‌نویس بشید که از اون طریق هم بهتون این اطلاعات خواهد رسید. نکته دومی که به من گفتن من صدامون ته نرسید وقتی من صحبت حق و عضویت کردم. منو یادم از جوکی انداخت که اون اوایل انقلاب یه پسری از توی امریکا زنگ زد به پدرش گفت بابا یه کمی دلار بفرست. میگفت باباش میگفت چی میگی نمیشنوم. بعد خلاصه اینقدر گفت این تلفنچی که داشت گوش میکرد گفت آقا میگه پول بفرست. گفت اگه تو میشنوی تو بفرست. حالا دوستانی که اون تر اگر شما شنیدین شما این صندوق داره میره. اگر احیانا فرصت نکردید که کانتریبیوت بکنید بله لطف کنید، ولی بیشتر از هر چیز اینو واقعا جدی ازتون خواهش میکنیم که عضو برکنکشن بشید. هیچ گونه مانع سیاسی نداره براتون، یعنی من بهتون قول میدم که شما در هر دادگاهی میتونید از این بابت دفاع بکنید، هیچ کس هم بهتون کاری نداره. فقط بگید ما 100 دلار دادیم که یه سری برنامه ها گذاشته بشه و سخنرانی بکنه، مسئولیتش هم با خود آقای عاشوریه. خب با این ما یه لیست هم داریم میچرخونیم که اگر احیانا میخواین که آدرستون رو بنویسید اونجا هم میتونید. با این حرفای اضافه من بریم سر داستان سوال و جواب. لطف کنید دستتون رو بالا کنید، من تا اونجایی که میشناسم یادداشت برمیدارم، ولی یه خواهش دارم چون وقت کمه اگه میخواید زیاد صحبت بکنید سوال ندارید اسمتون رو بعداً به ما بدید، ما دعوتتون میکنیم تو برکلکشن که سوال بکنید. الان نوبت آقای عاشوری. خلاصه پس با این توجه لطف کنید که آقای بهرام بفرمایید. جناب عاشوری خیلی ممنون از مباحثی که ایراد فرمودید. من خودم همیشه
از تمام طول زندگیم از کارهای شما استفاده کردم، به خصوص از اون فرهنگی که اشاره کردید و واژه‌ای که استفاده کردید دست می دارم. یک سوال من داشتم که این بود که ما زبان فارسی هم تمام مباحث که شما می فرمایید قبول دارم که آمادگی برای ورود به عصر جدید رو کاملا نداره، ولی در خیلی از زمینه‌ها ما دارای یک سری امکاناتی بودیم که به خاطر ورود به عصر جدید اونها رو از دست دادیم. من تخصص شما رو ندارم، ولی تو زمینه‌ای که خودم کار کردم خیلی سریع میخوام که بگم. من در دانشکده معماری درس میدادم، خیلی با واژه‌ها مشکل داشتیم همینطوری که شما اشاره کردید. بعد به دلایلی من شروع کردم روی معمارای سنتی ایران کار کردن، چون ما وقتی معماری جدید اومد تو ایران معمارای سنتی مون رو سریع گذاشتیم کنار، هیچ گونه ارتباطی بین اون دوره و دوره جدید مطرح نشد. یه بار رفتیم توی مرحله جدید آشنایی با در واقع معماری مدرن، وقتی با معماری سنتی شروع کردم چقدر فرهنگ واژگان بسیار بسیار قوی اینا دارن، یعنی برای هیچ چیزی نبود که اینها واژگان نشده باشن و چقدر این واژگان برای ماها ناشناخته بود و واقعا جا داشت که این واژه‌هایی که در واقع اونها داشتن و خیلی چی داشت، برای مثلا فرض کنید یه قوس کبیر نمیدونم که ما داریم، قوس تزیینی که از معماری اسلامی بود، انواع و اقسام واژه‌ها رو داشتن، کبیر خفته راسته، کبیر دست زنبیلی، برای قوس مثلا جنابی انواع و اقسام واژه‌های تنتو هفته سان کن خیلی رو داره. من میخوام اینجا وقت رو بگیرم چون میترسم برای لکچر ساختم، ولی میخوام بگم که اون دوره جدید ما یه غفلت کردیم از یک عده آدمایی که واژگان بسیار غنی در زمینه های مختلف داشتن، مثلا در طب سنتی همه چیز سنتی که ما داشتیم انواعی نیست، ولی من در معماری دیدم که چقدر ما غفلت کردیم و چقدر واژه های بسیار زیبایی رو بله هر شبت که خب طبیعتاً یه مقداری زمینه های تاریخی فرهنگی ما داریم تو همه زمین کم و بیش تو هم بسیاری زمینه ها که ازشون میشه استفاده که شاید معماری که از مهمترین ها شده، ولی خب به هر حال ولی این واژگان محدوده، یعنی کاری که معماری حالا برازه نمیخوام که در حضور شما تسارت کنم و درباره معماری صحبت بکنم، ولی همینطور در عنوان یه آدم معمولی که میمیرم از اطلاعات عمومی و در حد یه آدم معمولی از معماری داره، مثلا وقتی که کاری که معمار ایرانی میکنه مثلا یه بنای ساختمان دو طبقه میسازه یا حتی در حد شاهکارها مثلا مسجد شکوت الله یا مسجد مثلا شاه اصفهان و اینها، وقتی شما میاد تو حوزه معماری مدرن مثلا با سازمایه ها، حالا بگم من به جای مصالح این کلمه سازمایه رو ساختم، با متریال های مثلا مدرن و میخواهید مثلا آسمان خراش 30 طبقه 40 طبقه نمیدونم 50 طبقه بسازید، از لحاظ طراحی، از لحاظ خیلی چیزهای دیگه، از لحاظ کل ابزارها و وسایل و چیزهایی که در این به کار میره که قبلا وجود نداشته دیگه، خب اون مایه سنتی اگر جمع بشه بسیار خوبه، اگر بشه ادپتیو بشه و سازگار بشه خیلی بسیار خوبه، اما به هر حال اونقدر نیست که بتونه جواب بده به حتی مثلا شاید 10% مفاهیمی که حالا شاید تو حوزه معماری بیشتر از 10% باشه، ولی خیلی جاهای دیگه کمتر از 10% هم هست. شما قرار من خودم در زمینه کردم با مرحوم دکتر یوسفی استاد دانشکده ادبیات مشهد و دامنه‌دار تهران بازنشستگیش با من دوست شده بود و با هم دیگه قرار گرفت که دعوت کرد با هم بیایم متن‌های قدیمی رو از مثلا کشف المحجوب و عجویری گرفته با مثلا دانشنامه الهی مثنوی چه همه اینا رو بیایم اینا رو بررسی کنیم، در بیاریم لغتی که به در علوم انسانی مدرن میخوره، فلسفه و علوم انسانی مدرن میخوره. منم استقبال کردم و چند سال ما این کار با هم کردیم، نمادار زیادی فیش هم در آوردیم از اینا، ولی آخر سر عجبه من این بود که مقدار خیلی کمی رو میشه جواب میده به
کل 16 دستگاه مثلا فکر فلسفی مدرن از دکارت به این طرف بیاید تا مثلا هوسرل و هایدگر و لوجیکال پوزیتیویسم و اینها مقدار خیلی کمی رو جواب میده. یا حتی موضوعی براتون هست که منطق و چیزایی که سنت داشتیم درش این است که به حال خوبه باید رفت اینا رو جمع کرد و دید و ارجابی کرد، اما خیلی نمیشه بهشون اتکا کرد به این معنا که واقعا به یه چیز عمده‌ای بتونن جواب بدن، چون این پیشرفت علوم و اندیشه در دنیای مدرن به حالت انفجاری و با بدایه ابعاد عظیمی بوده که خب نمیشه. من خب خیلی از لغات رو هم در همین 30-40 سال اخیر مثلا این یه قرنی اخیر ادپت کردیم، با سازگار کردیم. مثلا فرض کنید که هم کلمات مثل دولت، ملت، مجلس، مثلا خب مجلس من قبل از این معنای پارلمان نمی‌دیده، به معنای جایی بودی که مردم جمع می‌شد، حالا مجلس اعضا، مجلس عروسی اینا، ولی مجلس معنای پارلمان رو، ولی خب ما اینا رو ادپت کردیم. دولت به این مفهوم دقیق استیت نبوده، یا مثلا ملت معنای نیشن نمی‌داده. این کارا رو کردیم، داخل زمینه‌ها شده، اما با همین زبانی که مثلا علوم سیاسی مدرن به کار میبرن خیلی بسیط‌تر از این هاست. حتی ما از خود کلمه سیاست که اولش پلیتیک فرهنگی که آمد به دنیای ما، اول اونو به کار میبرن فوکلیار فرهنگ رفته و اینها، حتی به صورت پلیتیک هم در اومد که به معنای کلک زدن و حقوقوازی اینا نشونه اتیتود ایرانی نسبت به سیاست. بعد حالا یادآوری کردم مثلا کلمه گفتمان هم رفته تو زبان عام شده، مثلا معنای گفتگو هم به کار میره، اشکالی نداره. خب هر خیلی از لغات هستن که سرنوشت های تازه پیدا میکنن، معانی بارهای معانی تازه پیدا میکنن، حتی گاهی به ضد نیت اصلی به کار میرن، همه اینا هست. ولی به هر حال زبان علمی تکنولوژیک اونقدر وسعت داره در همه زمینه ها که ناگزیر بایستی دومرسا رو همش فکر کنیم. سوال من در شرایط فعلی در مورد به خصوص علم و تکنولوژی پتانسیل کلی اینه که اگر فرض کنید متخصصان یک رشته ای در زبان فارسی در مورد فرض کنید در علم زیست شناسی فرض کنید که اینها بتونن یا از واژه های علمی که ساخته میشه از زبان های قدیمی یا از اونهایی که ریشه لاتین داره یا ریشه یونانی داره بتونن استفاده کنن، این پیشینه تاریخی و فرهنگی رو نداریم، در اینجا به صورت خیلی آشکار نیست برای رمقی که داره اون زبان ها رو میسازه، یه آموزش زبانی باید ببینن و فرض کنیم که متخصص ها این آموزش رو ببینن که همین رو یاد بگیرن و هم باید به هر حال با دنیای علم همگام پیش برن، در اینجا هم باید انگلیسیش رو یاد بگیرن، هم باید یه زبان شناسی یا یه زبان سازی در فارسی انجام بشه. اگه فرض کنیم این کار برای متخصصا بشه، یه باز یه مسئله دیگه که پیدا میشه اینه که چطور این آموزش به مردمی که در متخصص در اون رشته نیستن داده بشه، برای اینکه به هر حال یه بخشی از علم اینه که باید به مردم انتقال داده بشه. و الان مسئله که داریم و گرفتاری که روزمره شخصا من باش مسئله دارم اینه که چطور ما الان در حال حاضر شما پیشنهادتون اینه که چه کار کنیم؟ سرکار رشته علمیتون چیه؟ من فیزیک مولکولی بله. ببینید قضیه اینقدر دامنش وسیعه و حوزه هاش اینقدر متنوعه که هرگز یاد رسمنده فرمولی برای حل کل مسئله مطلقا نداره، بلکه یه مدار زیادی هم ما قضیه رو تجربی و کورمال کورمال لبراقه میریم جلو تا یه راه حل هایی مثلا رو پیدا میشه. طبیعت حوزه های مختلف هم با هم خیلی متفاوته. مثلا از حوزه علوم انسانی خیلی راحت‌تر به حال راه میده به این که مثلا ما بتونیم از امکانات موجود زبان فارسی از استفاده کنیم و مثلا با ساختن ترکیب مشتق و اینا بتونیم جواب بدیم به نیازهای زبانیش، یا یه اونجایی هم که خب نمیشه یه جای ادپت. مثلا خود من سر این کلمه سوژه و ابژه تو حوزه فلسفه خب خیلی مشکل داشتیم. نسل قبل از ما مثلا دکتر مهدوی در دانشکده ادبیات و مثلا احمد فردی و امثال اینها یه چیزهایی پیشنهاد می‌کردند که من بیشتر هم صورت حالات عبارت داشت ازش مشتق نمی‌شد ساخت اینها. مثلا خود من نتیجه ای که آکیرزم که ما اینا نمیشه ترجمه، خود سوژه و ابژه رو نمیشه ترجمه شد، خودش رو قبول کنیم بیاریم
تو حوزه زبان فارسی مشتقات و ایناش هم با امکانات زبان فارسی بسازیم، کاری است که من توی فرهنگ علوم انسانی کردم و الان هم دیگه رواج پیدا کرده، یعنی سوژه و اوژه تو زبان استقلال فلسفه نگاه کنید خیلی به کار میره. این است که در مورد مثلا فرضاً حالا فیزیک مولکولی و نمیدونم ژنتیک مولکولی، حالا از این زمینه‌ای که ما به کلی پرتیم و هیچ نوسیونی نداریم، خب دورا دور فقط من میتونم حدس بزنم که یه مقداری چون به خاطر همین کاری که با در مورد واژه شناسی و ترم شناسی علوم انسانی کردم با حوزه علوم طبیعی هم یه حدودی سرکله زدم، یعنی بیگانه نیستم به کلی، اما میدونم که اونقدر گستره عظیم و وسیعه که نمیشه بهش جواب داد و هر چقدرم که میاد جلو و شتابش بیشتر میشه این کار غیر ممکن تر میشه که بشه با یه زبانی مثل فارسی این کار رو کرد. خب اهل علم در حوزه زمان ما و علوم طبیعی و علوم مهندسی و اینها الان همین کلمات زبان انگلیسی رو عملا گرفتن و آوردن توی قلمرو زبان فارسی. با حالا مشکل استایلیستیک هم دارن که چجوری اینا رو به خورد زبان باید داد، چجوری باید اینا رو نوشت، حتی املای فارسی مشکل داره، ولی برها به صورتی با این مسئله خودشون کنار آمدن دیگه تو هر حوزه، و حالا برای مسئله هر حوزه خاص هم باز باید مطالعه خاص بشه و اینجوری فقط کلیات نمیشه گفت. من تا اون حدی که خودم تجربه دارم میتونم دربارش حرف بزنم، اما متاسفانه در اون زمینه ها دیگه چیزی نمیتونم بگم. بهسازون آقای بشون، من سوالم تو که در زبان هایی که بهشون باد لاتینیزه نخورده به من داشتم تو زبان چینی، شما اطلاع دارین که اینها چطور به این قضیه برخورد می‌کنن؟ یک دوم اینکه شما چی فکر مثلا این لغات که در اومده یه دوره خیلی طولانی چیز بود، نرم افزار، سخت افزار، که کوشش هایی بودش که در حوزه های تکنولوژیکی هم به قضیه چوسانن علاوه بر اسامی، شما خودتون کار کردید؟ شما چی کار کردید؟ من حال راجع به زبان چینی اینا من نمیدونم چیکار کردم، اینکه با اون ساختار زبان من یه زمانی در عهد جوانی از راجع به چین خیلی مطالعه کردم و خیلی دوست تمدن فرهنگ چینی دوست داشتم، حتی یه خودم رفتم یه خودآموز زبان چینی هم گرفتم خود کار کردم، ولی این ایدئوگراما رو گرفتم و خاطر سپردن اینا خیلی کار دشواری بود. من نمیدونم اونا چیکار می‌کنن. من یک مثلا ژاپن من اونام توی اونا پرسوجو کردم، خب اونام در واقع در دروازه زبانشون رو باز کردن، هم کلمات رو از انگلیسی فهمیدن، اون دورانی مثلا بیشتر از آلمانی هم می‌گرفتن، دورانی که تمایلات فاشیستی داشتن، عملا در واقع در دروازه زبانشون باز برای اینکه هر کلمه از زبان حالا انگلیسی مثلا بیاد وارد بشه. در این زمینه ها خب تجربیات مختلفی بوده، ملت ها بر اساس روحیاتشون، ایدئولوژی حاکم، اینها اتفاقاتی افتاده. مثلا انگلیسی زبان ها هیچ تعصبی نداره از اینکه یک کلمه خارجی به سوار زبانشون بشه، نه فقط از یونانی و لاتینی، از زبان آزتک ها و اینکاها و از زبان نمیدونم اقوام مثلا در جنگل های آمازون هم مثلا به راحتی کلمه میتونه وارد زبان انگلیسی بشه. ولی مثلا آلمان های دورانی به خصوص چیز داشتن، به قول خودشون فرمد ورتر رو، زبان لغت های بیگانه رو میخواستن طرد بکنن. حتی تو حوزه شیمی مثلا این هیدروژن رو که فرانسوی ها ساخته بودن، مثلا آلمان دیستو گرفتن هیدروژن مثلا، خود بودن آلمان ها اومدن مثلا کلمه آلمانی ساختن واسرشتوف، همون ترکیبی در واقع هیدروژن رو که به معنی آبزاد مثلا معنی میده کردنش واسرشتوف، مایه آب مثلا، یه همچیزه توی مثلا همون میشه به فارسی هم مثلا بگیم آبزاد اگر بخواییم که ترجمه کلیشه‌ای بکنیم، ولی بعد متوجه شدن که نمیشه. اصلا مثلا دوران هیتلر خب روی تعصب جرمن بازی و قشیگری ایدئولوژیک میخواستن که همه چیز رو آلمانی بکنن، و حتی مثلا مایه های لاتینی که خب از سنت زبان های اروپایی اومده بود به زبان چی ها مثلا لغت فرانسه، چون فرانسه پیش آهنگ در واقع زبان علمی و فلسفی مدرن بود در اروپا، آلمانی خیلی وام گرفته از فرانسه، این در واقع واسه بیرون کنه، ولی در این دوران های اخیر دیگه هیچ تعصبی ندارن و به راحتی اینا رو میپذیرن و هم در بسیاری کلمات
هر دو صورتش وجود داره در چیز، مثلا در آلمانی هم شکل فرم آلمانیش وجود داره، هم مثلا اون فرم لاتینی یونانی که در زبان در بقیه زبان‌های اروپایی رایجه. بله، من در مورد مثلا در مورد زبان فارسی هم الان عملا به مقدار زیادی خب از این واژه ها آمده، حتی اونقدر دیگه بومی شده که ما به راحتی تشخیص نمیدیم که اینا یه موقع اصلشون چیز دیگری بوده. و مطابق اونجا که لغات تازه میان باز مسئله است. بیام با در مورد هیچ کدومشون یک فرمول کلی جامعی که بشه به همه مسئله پاسخ بده وجود نداره، اما جزئی کار میشه. مثلا در طول همین خب 100 سال اخیر مقدار زیادی لغت ساخته شده یا ادابته شده در زبان فارسی، و زبان فارسی به حرکت افتاده. این زبانی که چندین قرن دست و پاش مثل چرخاش زنگ زده بود و حرکت نمی کرد، خب در برسر کوشش های اهل قلم و برسر اهل علم و اینها این یه مدار روغن خورده و یه مدار دست و پاش باز شده و حتی انقلاب اسلامی تأثیر خیلی مهمی گذاشته روی زبان. و مثلا برخلاف اینکه تصور وجود که با آمد انقلاب اسلامی هم حاکمیت آخوندها زبان عربی مثلا آمد حاکم خواهد شد، اینطور نبود. برعکس زبان فارسی تر شده، یعنی دوز عربی در فارسی خیلی کمتر شده. شما مثلا یه روزنامه کیهان امروز، همین کیهان اوباش شریعت مداری که به همه ما فحش میدن، بذارید که کیهان مثلا مال مصباح زاده 40 سال 50 سال پیش، میبینید مقدار زیادی تحول زبانی، مثلا زبان فارسی تر شده، ساده تر شده. یه مقدارش مثلا مال انقلاب رتوریک انقلابی، زبان ساده روشن نسبتا شاعرانه میخواد، با زبان سنتی سنگین آخوندی نمیشد مثلا این حرفا رو زد، رتوریک انقلابی رو جواب نمیده. در نتیجه اون عوامل سیاسی هم مثلا در تحولات زبانی خیلی مهمه. بله، ده زبان چینی هم نمیدونم چه کار میکنم. چیزی که به نظر مثلا باعث گسترش یه زبان میشه خب به همه نیازهایی که خب توی هر جامعه وجود داره، و فکر کنم خب یه سری نیازها تو جامعه ایران مثلا از تاریخ گذشته بوده که خب زبان ما رو توی یه سری حوزه ها خیلی بارور کرده. مثلا فکر کنم شاید تعریف کردن مثلا از معشوق، مثلا حالا معشوق زمینی، معشوق آسمانی، حالا هر نوعش، ما فکر کنم ما خیلی زبان غنی داریم که مثلا تمجید بکنه. ولی خب تو حوزه‌ای دیگه مثلا تو چیزای علمی میخوام نظرتون بدم که فکر نمی‌کنید دلیل اینکه زبان ما تو حوزه محدود این بوده که خلق علم مثلا خلاقیت علمی وجود نداشته تو زبان، و شاید برای اون مثلا زبان تو اون حوزه محدود بوده. یه سوال دیگه دارم، این که در واقع کانتکستی که ما مثلا برای کلمه ها برای زبان داریم، مثلا فکر کنم اونا نظر شما رو میخوام بگم که من یه مطلبی میخواستم ترجمه بکنم و یه مطلبی در مورد مثلا دیزاین مثلا اپلیکیشن های آنلاین، مثلا کلمه هایی بود مثلا یوزر سنتر، مثلا اینتراکشن، مثلا کلمه، مثلا وقتی من ترجمه این کلمه رو مثلا به فارسی بگیرم مثلا میشد انسان محور، تعامل. این کلمه رو بود که مثلا احساس کردم وقتی متن من رو هم قرار میگیره بیشتر یه چیز شاید مثلا فرم مثلا علوم انسانی میده تا مثلا علوم کامپیوتر، و احساس کردم این کلمه شاید مثلا دقیقاً معنی‌دار باشن، منتها تو کانتکست اون کلمه وجود نداشته مثلا توی جامعه ما، شاید این مطلب سر هم قرار میگیره با این نحوه ترجمه، شاید مثلا اون معنا خیلی خوب منتقل نشه. نظرتون مثلا اینم که بله، خب این مشکل رو ما در همه حوزه‌ها داریم که این معناهایی رو که از این زبان‌ها از کانتکست مثلا زبان انگلیسی میخواد منتقل کنه به زبانی مثل فارسی، به کلی وارد فضای زبان دیگری میشه که یه روحیه دیگری داره. یعنی هر زبانی فقط یه مجموعه لغات نیست، هر زبانی یک حال و هوا داره، یه
فضا داره که توی اون واژه ها میچرخن و نوع احساسیست که احساسی که مردمان نسبت به زبانش نسبت به تک تک کلمات دارن، اینا خیلی متفاوتن. و اینجاست که در واقع بین زبان و فرهنگ کالچر ارتباط مستقیم هست. هر کالچری زبان متناسب خودش رو میپرورونه، حال و هوای خودش رو به زبانش میده. اگه زبان انگلیسی این همه دقت ترمینولوژیک داره برای فرسون هر زمینه که شما مثلا علوم کامپیوتری یا هر زمینه علمی دیگه، و این زبان فارسی مثلا روح شاعرانه ای رو منعکس میکنه، طبیعتا مربوط به تاریخ و فرهنگیست که پشت سرش هست. و اینکه حالا این چه جوری میشه اینو از اون فضا این فضا منتقل کرد، حتی بین خود زبان‌های اروپایی، مثلا بین فارسی انگلیسی و فرانسه، مثلا فرانسه خب بیشتر زبان مثلا خوش آهنگتریه، نمیدونم روح شاید شاعرانه تری داره، بیشتر زبان متافوریکیه تا مثلا انگلیسی. انگلیسی تو بستر ذهنیتی پرورش پیدا کرده که مستقیم به طرف علم مدرن رفته و علم مدرن و بسیج شده برای اینکه بتونه پاسخگوی نیازهای علم مدرن باشه، هرچه ساده‌تر، هرچه روشن‌تر، هرچه راست روتر و باید بره برای اون فانکشنی که براش در نظر گرفته شده. و یه زبان دیگه که خب این سابقه رو نداره و این فرهنگ رو نداره، طبیعتاً اون جواب رو نمیده، مگر اینکه در طول زمان رفته رفته منطبق بشه. ولی به حال ما الان وارد دنیای شدیم، در فضای شدیم که دیگه برای خیلی از زبان‌ها دیگه اون نوع سازگاری غیر ممکن شده. به همین دلیل در خیلی زمینه‌های مثلا علمی، فنی اینا ترجمه میدن که حتی توی کشور مثل ایران اینجا ترجمه میدن به زبان انگلیسی باشه. من دیدم مثلا کسایی مثلا حوزه درس روانشناسی و روانپزشکی میخونن، میگم ما همه که کتابمون به انگلیسی عملا، چون واقعا زبان فارسی خب جواب نمیده به اون نیازهای واژگانی، یا ترجمه های مغلق گنگ عجیب و غریبی میشه که کسی ازش چیزی نمیفهمه. ولی خب توی حوزه‌های دیگه بر اثر کار و کوشش اینا شده. مثلا من زمانی که من خودم از اینکه بس ششم مدرسه دارالفنون بودم، یک کتاب تاریخ فلسفه سیاسی ترجمه شد، من علاقمند به مسائل سیاسی بودم و مطالعه می‌کردم، تاریخ فلسفه سیاسی منتشر شده بود، گنده سه جلد، اون آقا مرحوم پازارگادی ترجمه کرده بود. من با شوق ذوق فراوانی رفتم قرصه پولی جور کردم این کتاب خریدم، هرچی میخوندم چیزی نمیفهمیدم، کتاب واقعا ترجمه وحشتناک بود. بعدا خودم وقتی داشتم حقوق درس میدادم بچه ها باید خب کتاب بخواستم، خب بریم همین کتاب بعد میامدم گفتم آقا ما یه نمیفهمیم، گفتم من خودم منم نمیفهمم. ولی خب الان مثلا در عرض این 30-40 سال بر اثر کار مداومی که اهل علم کردن و آدمای با ذوق در زبان کردن، مثلا آدمی مثل فرشته حمید عنایت که نویسنده فارسی خوبی بود، فارسی دونهای خوب، به اضافه آدمایی که با اهل واژه شناسی لغت شناسی هستن، امروزه این متن خیلی بهتر ترجمه میشه به فارسی. یعنی ترجمه های البته طبیعتا خب نه همه، ولی یه بخش مهمی میخوام که من خب چون این کارا هم میبینم مقایسه میکنن، یه بخش مهمی تو این حوزه مثلا علوم اجتماعی، فلسفه، زبان فارسی خیلی روشن‌تر و روان‌تر شده، مایه واژگانیش خیلی بیشتر شده. و همین کاری که من کردم فرهنگ علوم انسانی که حدود 30,000 تا انتری داره و کلمات حوزه علوم انسانی، من گاهی رفت روی گوگل میزنم چک میکنم ببینم چقدر از اینا رواج پیدا کرده و میبینم خیلیش رواج پیدا کرده، شاید مثلا 2,000 لغت. حتی من تو حوزه علوم مهندسی و علوم طبیعی میبینم بعضی از این لغت ها رفته خودش رو جا انداخته. بر اثر این کوشش ها به طور نسبی یا در حوزه های خاصی این توانایی ها رو میتونه پیدا کنه یه زبانی، ولی در یه مقیاس عظیم پیشرفت‌های علمی تکنولوژی مثلا صنعت هواپیماسازی، یا من نمی‌گم دیگه بشه به فارسی و اردو و ترکی و نمی‌دونم حالا به زبان پولینزی و مالینزی مثلا حرف زد. بسیار خوب. بدین شما. اگه نکته‌ای رو میگم بعداً سوالمو مطرح کنم. مثلا تو کجا هستش؟ زبان فارسی و زبان ترکی زمان آتاتورک خطشون عوض شد
و زبان فارسی خط اول نشد. من خط اول شد. الان یه دانشجوی ترک موقع که میخواد به منابع امپراتوری عثمانی تو انبارش کتابا رجوع کنه، اون زبان لاتین نمیتونم منابع رو بخونه. حالا در ارتباط با این مسئله رابطه خط اون زبان بازی که شما مطرح کردید چگونه رابطه داره؟ خط با زبان، این مفهومی که شما به معنی زبان باز مطرح کردید. بله، بله ترک ها این مسئله هست که اینا یه جور دفعه چون تغییر خط یه برش قطعی ایجاد میکنه بین تاریخ کنونی و گذشته و خب نسل های بعدی دیگه به کلی میبرن با مثلا کسی میگفت چون به در ترکیه مثلا مسجد حیا صوفیه میگه کتیبه های در دیوارها رو میگه من میتونستم بخونم، اون بچه ترک های جامعه ترکی که اونجا بوده نمیتونستم بخونم. ولی برای بین زبان و خط رابطه یه خیلی مستقیمی نیست. زبان‌ها رو میشه به خط‌های مختلف نوشت، مثلا فارسی رو میتونید به خط لاتینی هم بنویسید، به خط سیریلیک روسی هم میتونید، چون که تاجیک‌ها با بروسات خطشون عوض کردن، کردن خط سیریلیک، همون فارسی اونا به خط سیریلیک نوشته میشه. ولی خب خط‌ها هم برای خودشون یه حال و هوا و روحیات خاص خودشون رو دارن. یه خط مکانیکی مثل خط لاتینی که اجزایش اصلا جداست و خیلی خوش کنار هم دیگه قرار میگیره، با یه خطی مثل فارسی که نرمش ها رو داره و اگر با سوادم خطش خوب باشه یه شکست نسل عجیب دلانگیزی بنویسه میشه. مثلا از جنبه ذوقی و استتیک واقعا خط فارسی این مثل خط چینی فوق العاده است دیگه، خیلی خیلی زیباست. اما خیلی هم گرفتاری داری وقتی میخوای مفاهیم رو دقیق برسونی یا تلفظ کلمات رو میخوای نشون بدی، خیلی گرفتاری داریم با این خطمون. ولی خب تغییر خط هم صحبتش مطرح بوده در ایران، از زمان آخوندزاده صحبت تغییر خط بوده تا هنوز هم هست و جدی از ایرانی هم که با قول خودشون فنگلیش می نویسن و مثلا تو روی اینترنت این رو به خط لاتینی می نویسن خیلی الان دیگه تو مکاتباتشون. ولی من به نظرم نمیاد، من خیلی طرفدار تغییر خط نیستم، برای اینکه خیلی مسائل مشکلات داره و مسائل پیچیده داره. همین مسئله که اگه یه چیز اساسیش این برشیست که با گذشته ایجاد میشه، یعنی مثلا دیوان حافظ رو من فکر میکنم بشه به خط لاتین میکنم، همون فکر میکنم به همه این خط نستعلیق اعلا آقاله اون یه رزیبا رو آیه دنبری شما جناب عاشوری، مولانا با این مشکل زبان و مطلبی که میخواست بگه در چه قالبی بگه، با توجه به اینکه توانایی رو داشت که مثنوی رو بنویسه و دیوان کبیر رو بنویسه مشکل داشت. داره ما میگه که زبان که بلندگوی ذهن با عنوان یک ظرف استفاده بکنید که یک مطلبی در اونش بگیزه و خود ظرف رو نگاه نکنید. یعنی حالا من به عنوان مصرف کننده، شما وقتی واژه های جدید میسازید یک اشکال دیگه هم که هست از زبان تشخص میسازید. یعنی یک نفر ادبی تر صحبت میکنه، یک نفر تکنیکی تر صحبت میکنه و این لبل اجتماعیش تغییر میکنه. من به عنوان مصرف کننده وقتی میخوام اون مطلبی که واقعا هست در قالب یک ظرفی بریزم، به من میگه نه نه الان یه ظرف دیگه ای ساختیم این رو استفاده بکنیم. این اون توانایی های من رو میبره که من آزادانه نمیتونم اون مطلبی که دارم توی این ظرف بریزم، چون این ظرف یه موقعی مصرف داشته، امروزه دیگه این ظرف رو مصرف نمی کنم. مثلا فرض فرمین که امروزه می نویسن رستوران و من میخوام اینو به فارسی بگم، میگم گلاب به روتون مستراح. مثلا باز هنوز احساس راحت نمی کنم اینو بگم، میگن آقا بگو توالت. آقا من ارتباطی با توالت ندارم، چون نه میخوام آرایش بکنم نه کاری بکنم. اینه که این ظرفایی که شما ساختید برای من مصرف کننده تولید اشکال کرده، یعنی همون مشکل
قلف و قفل مولانا که شما کاملا بهش آگاهی بعدا مولانا مصرف کننده از این ظرف ها باش دوچارم. ما چه کار میتونیم بکنیم که گرفتار این مشکل استفاده ظرف های مختلف نشه؟ سوالی که من دارم سر همین رابطه از زاویه دیگه، چون زبان ابزاریه که شما فهمیدید مثلا از نظر تکنیکی یه سری چیزایی جدید رو میشه راجبش صحبت کرد، یه حوزه دیگه حوزه چیزایی هست که وجود داره واقعا ولی فرهنگی ما به ما اجازه نمیده راجبش راحت صحبت کنیم، یعنی شاید از زبان طبیعی بشه استفاده کرد، شاید زبان طبیعی وجود داره راجبش ولی یا بار منفی داره یا راحت نیستی برده بشن، یه مقدار روانشناسی پیش بده. مثال مشخص بزنم، این کتاب اینجا در مده چند ساله به اسم بجاین مانلاکس که در مورد به اصطلاح خشونت جنسی علیه زنانه و یه موج جدید از من اکتیویسم در این زمینه را انداخته، هر سال تو همه کالجا تا آتیش برگزار میشه، زنانی هستن که میخوان اینو ترجمه کنن با خود کلمه واژن اشکال دارن به فارسی چی میشه، همونجوری که ایشون فرمودن مثلا ما یا توالت کلمه تمیزی‌تر و بهداشتی‌تری تا مستر و واژن، همینطور مثلا فارسیش رو هیچ کس استفاده نمی‌کنه ولی واژن رو به راحتی ما استفاده می‌کنیم. ولی اتفاقا منظور این کتاب و این تئاتر اینه که ما اینو تو فرهنگ خودمون به زبان خودمون بتونیم بگیم به راحتی، یعنی زبان طبیعی طوری باشه که راجع به حقوق جنسی، خشونت جنسی، آزار جنسی و اینجور مسائل صحبت کنیم. خواستم بدونم شما در این مورد نظرتون چیه؟ مثلا روانشناسی مردم بار واژه‌ای که داریم بارش رو باید عوض کرد، واژه‌های جدید بعد بیاریم، رفتارمون چی باید باشه؟ والا اینا همش باز میگم هیچ فرمول قطعی و عام نداره، بس بر حسب تجربه هر کسی و هر آدمی. مثلا هر زبانی کلماتی درش تابو هست بر حسب فرهنگش، نمیشه به زبان آورد یا در هر جا هر چیزی رو نمیشه گفت، اینا دیگه تو همه زبان ها هست و بعضی زبان ها از این بابت ها محافظه کارتر هست. یا دیگه حوزه ای مثلا همین فرشون کلمات مربوط به اصطلاح پایین تنه، خب اینا رو به زبان نمیشه آورد. دیدیم یکی از دلایل اصلا چیز پیدایش زبان علمی همینه که تابوهای زبانی رعایت بشه. شما تو علم پزشکی وقتی راجع به مثلا آلات تناسلی مثلا صحبت میکنید به زبان معمولی انگلیسی فرانسه نمیگید، همه رو میرن از یونانی لاتینی میگیرن که غریبه و کاربردش بی‌ادبانه نیست. بعضی کلمات چیز خب جانشین مثلا مسترا یعنی محل استراحت، ولی چون یواش یواش معنی حقیقی پیدا میکنه، معنی مجازی و نیاز به یه کلمه جانشین بده، بس میگم بس آبریزگاه مثلا، بعد مثلا کلمه فرنگی توالت میاد مثلا خب میگن توالت، و بعد از مدت این کلمات باز دومرتبه به علت کثرت کاربرد اون بار معنایی اصلی رو پیدا میکنن، باز بعد جای خودشون بدن به کلمات دیگری که راحت اینجوری تابو نباشن. اینا عامه در همه زبان ها و در حوزه مثلا تو همین حوزه مسائل جندر استادیز و مثلا سکشوالیتی و اینها، خب ما خیلی گرفتاری داریم. من مثلا خودم معتقدم این کلمه سکس رو ما باید به کار ببریم، اما تو زبان اون ماده هر زبان روزمره توی فرهنگ علوم انسانی من تو معادل گذاری ترمینولوژی اون چیزایی که مربوط به سکشوالیتی کلمه سکس رو به کار بردم، ولی خب خیلی دیگه مقاومت میکنن و همش میخوان با جنس و جنسیت و اینها کار بکنن که خیلی اونجور بوی تند مثلا سکس رو نداشته باشه. اینا میگم مربوط به شرایط زمانه است، باز فرهنگ هاست. مثلا فرهنگ مدرن غربی این چیزها رو خیلی دیگه حالا راحت‌تر هست. مثلا پورنوگرافی یک کلمه بوده در اصل معنای پورنو اصلا یعنی فاحشه و پورنوگرافی یعنی مثلا چیز زننده و مستحجن نوشتن یا تصویر کردن و کلمه چیزی بوده بد معنایی بوده و حتی یه زمانی میتونسته جرم باشه لازم حقوقی، ولی یواش یواش بلا تحولات فرهنگی و نوع رفتار تغییر دیدگاه ها و رفتار ها نسبت به سکسوالیته این کلمه اون چیز رو از دست داده. پورنوگرافی امروز چیز خیلی معمولی هست، خود کلمه پورنو مثلا به کار میره به عنوان یه ژانر مثلا سینمای مثلا پورنو فرض کنید.
و مثلا توی فرهنگ‌های محافظه‌کارتر مثل فرهنگ ما طبیعتا خیلی از این کلمات هنوز خیلی تابو هستند، ولی یواش یواش به علت تحولات فرهنگی اونا مثلا چیزشون از دست میتونن به کار برن. الان توی خیلی از اینا کلمه یه به معنی از زبان‌های عامیانه گرفتن تو همین حوزه چیز به کار یادم نمیاد. مثلا خب این کلمه تو زبان معمولی کلمه زننده‌ای بوده، ولی الان دیگه حتی تو زبان علمی به کار میره و جوازی که زبان علمی داره برای اینکه در استخدام بگیره کلماتی رو که نیاز داره و ضرورتاً محکوم به تبعیت از تابوهای زبان زندگی روزمره نیست. به هر حال اینا همش هم به همونطور که عرض کردم مسئله رابطه زبان و فرهنگ که خیلی مهمه و هر زبانی در حال و هوا و فضای یه فرهنگی زندگی میکنه و شکل میگیره و بیان اون فرهنگه و اون فرهنگ به چه چیزی اجازه بیان میده و به چه چیزی نمیده، یا حتی در همین چیزهای زندگی روزمره مثلا در ادب و آداب زندگی روزمره زبانها با هم دیگه متفاوتن دیگه. بعض مثلا در فارسی من خودم این چیز احساس کردم، مثلا بگم که مثلا شما که این چیز رو میگید به جایی که شما که این چیز رو مثلا میفرمایید، یه جاهایی مثلا دیدم که منم مجبورم بگم شما که میفرمایید، و اگر بگم که شما که این رو میگید من به نظر میاد که بی‌ادبانه است. بله و راجبه اون که سوال جناب عالی هم، خب طبیعتا هر کسی حالا به عنوان اهل قلم، نویسنده، آفریننده اثر، نمیدونم به عنوان متفکر حوزه علوم انسانی یا هر چیزی یه کاری میکنه و زبان خودش رو به وجود میاره، دیگه مجبور نیست که یا اصلا امکان نداره که بره ببینه که تک تک آدم ها نسبت به این چه عکس العملی نشون میدن، چقدر برای کی سخت خواهد شد، برای کی آسان خواهد بود. خب شما اگر میخواهید که با یه اثری ارتباط داشته باشید، شما باید خودتون رو منطبق کنید با اون زبان، با اون چیزی که او میطلبه، یا اینکه ولش کنید بره دیگه. آقای عاشوری، من تا اونجا که متوجه شدم از صحبت شما همین با جمله آخری که گفتید، آیا ما باید، یعنی بحث به نظرم اینطور بود که آیا ما باید در مقابل بخصوص علوم مدرن به زبان ما میاد، آیا باید سعی کنیم واژه سازی بکنیم و آیا این زبان ما اجازه نمیده این واژه سازی رو بکنیم، یا اینکه باید بذاریم همون عبارات بیاد و عبارات بخصوص مثلا تو مایه علمی و اینا همون عبارات بیاد تو زبان فارسی، یعنی که بلافاصله نمیشه جایگزین براش پیدا کرد چون یه طولانیه تمام از هیدروژن و اکسیژن که دیگه یک در زبان ما کاملا جا افتاده. یعنی این سوالی که آیا اجازه بدیم اینا بیان یا نه، سعی کنیم هی تون 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 واژه درست کنیم و این واژه ها متاسفانه با زبان ما با سرعتی که زبان ما اجازه نمیده به این واژه ها. من سوالم اینه که مثل مهندسی اجتماعی که سخت راست تو کار سیاست بیاد، خب مهندسی رفع کاری کرد، جامعه یه حرکتی میکنه، آیا زبان رو هم میشه مهندسی کرد؟ یعنی آیا اصلا این امکان پذیر هست یا زبان خودش چه واژه سازی بکنن چه نکنن، جامعه و یا اون گروهی که دارن یه علم خاصی رو حتی میگیرن بالاخره یه چیز رو میگیرن یه چیز رو نمیگیرن، از این واژه هایی که مثلا شما خودتون یا کسای دیگه ای درست کردن یه سریش گرفته شده و رفته و یه سریش هم خیلی گرفته نشده، جامعه نطلبیدش. این اون خودش معیار اینه که چی به اصطلاح مصطلح بشه چه نشه. و ما من چون احساس میکنم این جامعه این مسیر رو در زبان رو هم حرکت میده، و این سوال مثلا ببینم چه جوری میتونه مطرح بشه که مثلا جلوشو بگیریم یا نگیریم یا گسترش بده یا نه. من بارها تکرار کردم هیچ فرمول نهایی، هیچ حکم قطعی نیست. من حالا برای اینکه اگر کسانی که علاقمند باشن به این بحث کمی دقیق‌تر بخوان نزدیک بشن، من پیشنهاد میکنم که کتاب بازاندیشی زبان فارسی من رو یا مقدمه فرهنگ علوم انسانی رو و این کتاب زبان باز رو بخونید که واقعا تا اونجا که من میتونستم سعی کردم که باز کنم قضیه رو. اونجا من گفتم در مثلا مقالات همین بازاندیشی زبان فارسی که ما هیچ حکم قطعی نداریم راجع به هیچ باید ساخت نباید ساخت،
کی باید ساخت، کی نباید ساخت، اینا با بستگی داره به شرایط زمان. شما یه چیزی رو امروز نمیتونید بسازید، ممکنه پس فردا مثلا یه معادل پیدا بکنید، یا یه دفعه از توی زبان مردم یه چیز در میاد. فرض کنید که همین کلمه مثلا گفتمان که رواج پیدا کرد و خیلی هم انعکاس پیدا کرد و خیلی هم مثلا فحش دادن بهش و اینها، ولی خودش باز به صورت یه مدل راه داده به چیدمان برای مثل که فکر کنم ارنجمنت مثلا به کار میبرن. و حالا مثلا پسوند مان خودش فعال شده دیگه. مثلا من خودم برای اپتیک مثلا دیدمان گذاشتم و مثال های بسیار دیگه. این است که بعضی حوزه ها که اصلا بی‌معناست، مثلا از حوزه شیمی مثلا اکسیژن و هیدروژن و ازوت و نمیدونم این حرفا رو بخوام لغت برش درست کنیم دیگه اصلا هیچ معنایی نداره و هیچ امکان نداره این کار رو هیچ زبانی بتونه بکنه. همطور که گفتم خود این زبان های اروپایی خب اینا رفتن با مایه های لاتینی یونانی گرفتن به صورت تکنیکی سر هم جابه. این کار مهندسی زبانی، الکترو-انسفالوگرافی یک کار کاملا تکنیکی مهندسی زبانی. خب دوستان عزیز، 11 نفر دیگه توی من نشتم اینجا، بنابراین یک خواهش دارم که لیست رو ببندیم. دومی که باز خواهش میکنم که سوالاتون رو یک کمی خلاصه تر بکنیم و به کسی که خلاصه ترین سوال رو بکنه ما دو جلسه یا شاید هم 10 جلسه مجانی بیاد نه حق اشتراک سالانه رو نمیده. بله بیاد ولی شرکت بکنه. خب شهر شما بزن سه تا سوال مختصر شما که برنده نشد. آیا میتونیم به جای زبان فارسی بگیم زبان پارسی؟ زبان باز؟ پارسی. پارسی این سوال اول. سوال دوم، بعضی کلمات رو ما مثلا مثل اصفهان یا استخر اینا رو با سادوتهای عربی می‌نویسیم و می‌دونیم که عرب‌ها چون این زبان‌ها بیگانه بوده از این سادو اینا استفاده کردن. این شکل رو باید نگه داریم یا عوض کنیم؟ بله من بارها سعی کردم اصفهان رو با سین بنویسم ولی دستم نمی‌جرد، به نظرم میاد غلط. این هم سال دوم. سال سوم، بخشی از واژگان عربی که در فارسیه درسته نمیشه دوشوره، یعنی توی زبان خیلی جا افتاده. حالا باید استفاده کنیم ازشون یا اینکه حتما بریم سعی کنیم مدل فارسی پیدا کنیم. بله هر صورت که رجوع به فارسی و پارسی، خب زبان ها همطور که میدونید تحولات آوایی پیدا میکنند. بعضی از چیزی که مثلا دال تبدیل به ت میشه یا ت تبدیل به دال میشه در کلمات. در فارسی هم این پ و ف خیلی چه نزدیک هم به هم دیگه الان ساختار آوایی. خب در مثلا پیل شده فیل، همچنان که پارسی شده فارسی، هیچ اشکالی نداره. یعنی تو همه زبان ها اتفاق میفته و جزء روند طبیعی زبان هاست که بعضی اصوات مثلا جای بعضی اصوات دیگه، همچنان که در ساختار گرامری در خیلی چیزای دیگه با زبان اینجور تحولات پیش میاد دیگه. و اینکه فکر کنیم مثلا پارسی فارسی تحت تاثیر عربیه که شده فارسی، البته عربی پ نداره و ممکن است که تحت تاثیر عربی مثلا شده باشه فارسی، ولی خب ما هم جز همه میگیم فارسی دیگه، چه اشکالی داره که. بله و راجع به اینکه اصفهان رو با سین بنویسیم، من موافق نیستم. بالاخره وقت استحبانات رو هم مجبور خواهید شد که با سین و ته دو نقطه بنویسید، عالی استحبانات از دست شما ناراحت میشه. استاد گلدان عمالی استحبانات سین و ته مینویسه. خب اصلا یه اینجای باشه. البته اصفهان هم چون در اصل سپاهان بوده و اصفهان بوده، مگر اگه اصفهانی ها موافقت کنن که بکنیم تو مرتبه سپاهان، مشکل شما حل میشه دیگه. سات بود یه سوال میگم شما داشته چی بود؟ واژه‌های عربی که به راستی در فارسی جا افتاده. بله من هیچ ایرادی نمی‌بینم که اونایی که دقیقاً جزء زبان فارسی هستن، من خودم واژه‌ها کار می‌کنم، می‌نویسم اینا رو و براشون ترکیب می‌سازم. ولی خب ولی عربی قرن‌ها اونقدر مسلط شده و تو زبان نوشتاری من مقدار زیادی چیزهای زائد هم هست که من شخصا سعی می‌کنم تا اونجایی که میشه به کار نبرم و سعی کنم که فرض کنید که
مفهوم ریداکشن و ریداکشنیزم مثلا از فلسفه و متدولوژی علم و اینا آمده فرشون میخواییم معادل گذاری بکنیم. چیزی که به ذهن مترجمه ما رسیده بود که بگیم تقلیل دادن، تقلیل عربی رو بگیم مستر. در حال که ما در فارسی مستر فروکاستن رو داریم که بسیار خوب زیباست و بسیار راحت میشه صرفش کرد. فروکاستن به فلان چیز فرو میکاهد یا فروکاسته میشود مثلا. من تو فرهنگ اون مثلا و چیزام بکار الان خیلی به کار میبرن همین فروکاستن، جای تقلیل دادن رو گرفته و به نظر من کار درستیه و یادآوری اینه که زبان فارسی این مایه ها رو داره و بعد هم شما وقتی از یه مصدر فارسی میسازید میتونید مشتقاتش رو به راحتی بسازید. در حقیقت مثلا فعل ترجیبی تقلیل دادن عقیمه، باش نمیتونید خیلی کار رو بکنید. خیلی ممنون آقای شوری برای صحبتتون. یه سوالی که من داشتم با توجه به این صحبت چند نفر دیگه هم سوال کردن شما میکنند توضیح دادید که هیچ راه حل عمومی وجود نداره برای این مشکلی که ما داریم که چطوری زبانمون رو زبان فارسی چجوری میشه تطبیق بده با شرایط دنیای مدرن و کلمات و لغات رو به اصطلاح در جاهایی که اصلا ما نداشتیم هیچ وقت قرار نبوده که ما کلمه رو جوش داشته باشیم. متوجه این هستم که شما گفتید که نمیشه اینو واقعا برایش فرمول کلی آورد یا راه حل عمومی، ولی سوالی که دارم اینه که علارغم اینکه نمیشه فرمول کلی داد، آیا به نظر شما مثل خیلی کشورهای دیگه کردن نباید یک کوشش سازمان یافته ای، آیا این میسره؟ یعنی سوالم اینجوری بگم، یک کوشش سازمان یافته ای برای اینکه همین اقدامات، همین سوالی که خانم پارسیپور کردن، کلمات عربی رو باش چکا بکنیم یا این تغییر حروف رو باش چکا بکنیم، سه دو سیم و ده تا زه داریم چرا داریم عوضش بکنیم یا نه، و مسائل دیگه مثل اینکه علوم جدیدی دارن، یعنی این علوم جدید رو ما مستقیم بگیریم همین کلمات رو از وقتی که وارد زبانمون میشه این کلمات وسیله زبان‌های غربی، یا اینکه خودمون کلمه براش بذاریم یا نذاریم مثلا یا ترکیبش بکنیم. در کشور ما قبلا فرهنگستان علوم می‌خوریم یا فرهنگستان نمی‌دونم ادبی، به هر حال یک اتوریته فکری بوده که این کارا رو انجام میده و بعد یه دولتی بوده، امروز من هم دولت جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه، ولی که اینا رو سازمان داده، یعنی که اجازه بده که به نتیجه تلاش‌های بیخودی صورت نگیره، لغات غلط اضافی بیخودی وارد نشه که باید دوباره تصفیه بشه و تمیز بشه. می‌خواستم ببینم شما چی فکر در این از نظر سازمان دادن یه حرکتی در این زمینه چی فکر می‌کنید، از نظر ادبی و به اصطلاح زبان‌شناسی و غیره در کشور ما. والا ما در ایران در طول 100 سال اخیر هم کوشش سازمان یافته شده، هم اینکه عده زیادی مترجم و نویسنده و اینا اهل علم هر کدوم بر حسب توانایی خودشون در زمینه‌های مختلف کار کردن. در واقع بخش عمده فارسی امروزی که ما داریم که باهاش حالا این علوم یا این مفاهیم بیان میشه بیشتر حاصل کار فردی بوده و هر کسی بر حسب حالا مثلا اولین استادایی که رفتن مثلا فرانسه درس خوندن آمدن، ولی اونا با عادات ذهنی و زبانی هنوز سنتی مدرسه بچگیشون هم مدرسه آخوندی رفته بودن یا با اون زبان سنتی اونس داشتن، خب با اون قالب ها مثلا لغت هایی رو ساختن در پزشکی و مهندسی و غیره و هنوز هم خیلی از اینا مونده باشه، ولی بعدا فضا عوض شده، ناسیونالیسم آمده، گرایش به اینکه فارسی بیاد بیشتر سر پای خودش، نسل های بعدی آمدن خیلی از اینا رو یا جانشین کردن یا لغت تازه رو به حال با الگوهای تازه فارسی ساختن. من تو گفتم هیچ فرمول نهایی وجود نداره برای اینکه بعضی زمینه ها مطلقاً شاید اصلا غیر ممکنه. من نمیدونم دستگاه ترمینولوژی که علم اویییشن رو چجوری میشه فارسی بیان کنه، یا حتی درس ریاضیات در یه سطوح خیلی بالاش نمیدونم فیزیک یا ژنتیک فلان اینا رو به عقل من نمیرسه. یعنی میشه نشه زور زدی کاره همینطور تکنیکی و اما اینکه چجوری میشه به خورد زبان داد اینا رو، اینا من مسائل خیلی خیلی مشکلیه. ولی بعد یه بخش عمده این فعالیت‌های فردی بالاخره تونسته یه کارهایی بکنه دیگه. حتی همین مثلا خود من در صورت به عنوانی آدم که یه دوزی لغت ساختم اینا اینا رو آرام آرام به خورد زبان دارم، اما خب کاری که من کردم این بوده که بیشتر با روح ادبی فارسی سازگار باشه و برنامه‌ریزی برای دیگران هم خیلی راحت‌تر پذیرا بوده تا کاری که مثلا عزیز سلطانی بوده.
کار ادیب سلطانی خیلی مطروده، حتی اخاپی فیلم کنم بهش، برای اینکه یه کار تکنیکی مهندسیه مثلا خیلی با طبیعت زبان فارسیه به حال ما باش اونس داریم نمیخونه. این است که همونطور که عرض کردم پیش فرمول نهایی برای هم بخصوص فرمولی که همه زمینه ها رو در بر بگیره مطلقا وجود نداره، اما از طریق همین کوشش ها مثلا فرهنگستان زبانی درست بدم نیستن با کارشون، من نشریاتشون برای من میفرستن، من فرهنگستان زبانی کنونی که همین عداد عادل رئیسشه، مجموعا کمیسیون های مختلف داره از برسمه ترافیک گرفته تا هواشناسی تا در علوم دریایی نمیدونم مثلا کشتی ایرانی از این دور افراد تو همه زمینه های کارایی میکنن با هم رفته بدم نیست، اما باز بستگی به این داره که چقدر شانس داشته باشن که اینا این لغات بگیرن. ولی همین که مثلا مال فرهنگستان رسمی دولتی و مال جمهوری اسلامی خودش یه عامل مقاومتی است که قبول نکنه آمدن شد اینکه این مال این آخونداست و اصلا توطئه‌ای هم لغات مثلا پشتش هست. همچنان که زمان شاه این قضیه بود که فرهنگستان زبان فرهنگستان دوم صادق کیا رئیسش بود، من خود من اونجا تو کمیسیون علوم اجتماعیش بودم، میدم لغتایی که اونجا ساخته میشد با مقاومت شدید بیرون مقاوم روبرو میشد، یه بود بنظرم که چون این فرنگستان شاهنشاهیه عنوان شاهنشاهی هم داره، حتی همین کلمات همین کلمه رسانه برای مدیوم ساخته شد و رسانه های همگانی برای مثلا مس میدیا هستیم ساخته شد، آه کلی سر و صدا و اینا که رسانه یعنی چی و فلان و مثلا یکی رفتم تو لغت‌نامه مثلا برهان قاطع رو نگاه کردن نوشته رسانه یعنی اندوه میگم، ولی نه رسانه از رساندن اسم آلت و خیلی درسته هیچ اشکالی نداره، ولی بعد در جمهوری اسلامی خوب جا افتادیم، یعنی خود خمینی اعتماد دو تا کلمه رو جا انداره که رسانه بود یکی ابرقدرت بود. بله اینا میگم خیلی خیلی بستگی به شرایط و روحیات و ذهنیات، اولا باید نیاز واقعی علمی پیدا بشه توی جامعه که اینقدر ذهن مثلا سیاسی قضاوت نکنه روی همه چیز، بعدن یواش یواش پیدا داره میشه توی نسل‌های جوان‌تر، اینکه در مقابل لغت مقاومت نمی‌کنه به خاطر اینکه عاشوری ساخته مثلا، خب خیلی اصلا از آدمای همه اصلا من حاضر نیستم لغت بخونم من چون من ساختم چون از قیافه من خوششون نمیاد، ولی مثلا نسل‌های جوان‌تر اینجوری نگاه نمی‌کنن و یا اینکه چون مال فرهنگستان جمهوری اسلامی یا فرهنگستان شاهنشاهیه با داوری سیاسی با مسئله روبرو نمیشن، خب یعنی این مال جامعه است که باید درش ذهن علمی واقعا وجود داشته باشه که بتونه نسبت به زبان هم اتیتود علمی داشته باشه و با پیش داوری های احساساتی و با عواطفش روبرو نشه، و لازمه کار علمی این است که ما عواطفمون رو بذاریم توی گنجه درش قفل کنیم بریم سراغ ابژه مطالعه همون یا فهمون. بسیار جو شما سوال رو جواب داد. خب خیلی ممنون. شما حتما جایزه رو جواب کنید. کیو از شما؟ شما هم از دعوا کنید. هفته این که تصویر هستید. بفرمایید شما. شما. بله. تشکر از شما. من چند هزار سوال دارم. من هزار صرف نظر چند تا سوال می کنم. چند تا هم صرف نظر نه. در مورد جستار. بعد من خواستم بگم که خیلی از سوالایی که دوستان کردن راجع به اینکه آیا انتخاب کنیم که اسمای تکنیکی و ساینتیفیک رو به فارسی برگردونیم یا نه، این یه مسئله که مشخص شده، یه سری علومی هستن که تمام اون ترمایی که استفاده میشه همه مشخصاً لاتین یا انگلیسیه، اجازه نیست که ما تصمیم بگیریم مثلا به عنوان نمونه مثلا در علم شیمی من تنها یک سری اسم به خصوصی وقتی یک مادر میبینم اون اسم را انتخاب کنم و این در واقع یک چیز بین‌المللی زبان بین‌المللی وجود داره دیگه به تصمیم گیری به نظر من نیست، اگر شما میخواید ارتباط با انسان‌هایی که این
مطالب رو خوندم لزوماً می‌بایست از این مطالب استفاده بشه. و خب اینجا این کامنت و این سوال نبود که بله کامنت اگه اجازه بس خب نظرات خودتون رو من این حرف هم که من خودم گفته بودم که خب من پس پیشنهادم من پیشنهادی دارم از اینجایی که شما میگید که در ایران هم من چون نمیدونستم همچین مسئله هست لنگستانی هست در رابطه با تمام رشته مختلف من پیشنهاد میکنم شما خودتون به عنوان کسی که در این زمین استاد هستین ترمایی ساختین یک بنیادی درست کنی که این بشه در خارج از کشور و تمام کسایی که متخصص هستن بتونن به شما به یه صورتی کمک کنن گرچه خودتون در زمینه میتونین این رو این پروژه رو هدایت کنین یعنی بنیاد خیلی خرج داره از افته بنده بعد نمیاد ولی شما میتونین برنامه ریزیش رو انجام بدین خیلی ممنون خب بفرمایید شما در مورد نقایص و نارسایی زبان فارسی زیاد صحبت شد می‌خواستم نظرت راجع به توانایی‌هاش بدم ولی خب توانایی‌هاش هم که خودتون میدونید دیگه از نظر لغت‌سازی و واژه‌سازی به نظر من میاد که زبان عربی بعد خود زبان پهلوی و زبان فارسی کنونی سه تا منبع اساسی واژه‌سازی هستن که میشه باهاشون استفاده کرد بله زبان فارسی خب به معنی تو زبان‌های ایرانی به معنی زبان فرهنگی ادبی با یه سنت هزار ساله میراث بزرگی داره ولی اون میراث توی بستر فرهنگی خاصی رشد کرده و اون بستر فرهنگی خاص یه امکاناتی میده برای توسعه زبان ولی نه اینکه بتونه به همه مسئله جواب بده ببینید مثلا زبان شاعرانه ما خب زبان چه که زبان فارسی بیشتر فارسی کرده و بهش می‌نازیم زبان شعر دیگه ما از فردوسی و عطار و مولوی و حافظ و سعدی این حرفا ولی مقدار واژگانی که اینا داره خیلی محدوده یعنی زبان انگلیسی هم مثلا شما زبان شکسپیر میگن مثلا 20000 تا 23000 لغت بیشتر نداره تخمینی که می‌زنن شما زبان سعدی و حافظ اینا میگین بیشتر از این نیست دال یه وقتی وارد حوزه زبان علمی میشه یه دفعه مثلا میلیون ها ترم بله ولی مثلا همین وسط شکسپیر که شما مطرح می‌فرمایید ببینید مثلا سکن من جالب بود برام من در شکسپیر دیدم سکن استفاده کردم سکن سو ما الان داریم ام آر آی سکن رت سکن سکت سکن ما در مثلا در خانم در ژنتیک بیولوژی هستن یه چیزی مثل رپلیکیشن که انجام میشه یعنی دی ان ای به یک مولکول به یک پروتئین خواهد تبدیل بشه رپلیکیشن کلمه قدیمی انگلیسی هست که استفاده شد ولی مولکول از مثلا 30 سال پیش از 50 سال پیش که واتسون دی ان ای رو کشف کرد از همون رپلیکیشن استفاده کلمه جدیدی استفاده نکرد از اون بدتر از اون بهتر وقتی که میخواد پروتئین از رپلیکیت به ترانسلیشن میگن ترانسلیشن استفاده کرد یعنی کلمه اساسی که از mRNA به پروتئین ترجمه ترانسلیشن ما هیچ اشکال نداره که اصلا ترجمه استفاده بکنه در همین ترانسلیشن برای ترجمه ژنتیک مولکولی که خانم فرمودن یا برای مثلا رپلیکیشن در ایران رونویسی استفاده میکنه چی رونویسی و قابل فهم هست و یعنی من درست حرفتون این واژه های بسیار پیچیده علمی مثلا در چیز هوانورد و ایویشن وقتی که ما بیایم با کلمات اساسی که در روزمره در جنبه های دیگه ازش استفاده میکنیم برای اونها استفاده بکنیم جا میافته به نظرم چنانچه ترجمه جا افتاده در ایران رونویسی به افتاده برای این موضوعات بسیار تکنیکی که از سال 2003 به این طرف خیلی معروف 2003 و از مورد جنومیک پراجکت به سلا معروف شد نظر من اینکه کامپلکسیتی این مسئله نباید ما رو بترسونه باز میگم خیلی به شرایط زمانه و فضای فرهنگی ارتباط داره مثلا توی اسکالرشیپ خیلی مقفز اروپایی قرن مثلا 18 و 19 به کار بردن کلمات لاتینی یونانی جوری که جزو شأن و شؤون اهل علم بود و ولی وقتی اومد امریکا اینجا که همونطور که با بلوجین میرن سر کلاس درس مثلا استادش هم
میشینه در خیلی جدا سایتر زبون روزمره مثلا منو از توی آشپزخونه و نمیدونم رستوران میره توی کامپیوتر ساینس مثلا و خیلی چیزا اینجور مثلا چیزایی که به زبان لاتینی مثلا یا یونانی میساختند برای هلیو لاتری مثلا به معنای خورشید پرستی برای امریکایی ها مثلا سان ورشید مثلا میسازن خیلی چیزای دیگر مثلا اینو خیلی ساده ترش کردن اما یه بخش عمده قضیه هم دیگه به این صورت ساده بشو نیست یه جاهایی از زبان روزمره کوچه خیابان هم میشه استفاده کرد در همه زمینه اما دامنش چقدر مثلا برای کار تکنیکی هم مثال زدم مثلا سایبرنتیکس یعنی کلمه یونانی رو معنی سکاندار مثلا گرفته ازش ولی یه معنی تازه بهش داده و باهاش یه رفتار کاملا تکنیکی میکنه که سایبرش رو میتونه بکنه بچسبونه سر ده ها کلمه دیگه که مفاهیم تازه رو میتونه بیان کنه بعد یه مسئله مهم توی حوزه زبان علمی مثلا تو شیمی و بیولوژی و اینها خیلی مسئله تاکسونومی علمیه این زبان فنی با زبان با تاکسونومی علمی ارتباط داره تو شیمی مثلا مونو و پولی و فلان بهمان پیشوند بیان میکنه یک معنایی رو علاوه ساخت و ساختار اون مثلا ابژه معین مطالعه و تو خیلی زمینهای دیگه همینطوریه مثلا فرضون اینا وقتی که علم زمین شناسی رو افتاد یواش یواش رفتن به کندوکاو مثلا زمین‌ها یا دفعه اسکلت‌های عظیم چیزی که دارم اسمش بدن شده دینوزو پیدا کردن خب این چی بودن اینا قبل اینکه مشاهده نمی‌شدن گفتم ای اسم بزنیم رفتن دینوی یونانی رو گرفتن معنای ترسناک و عظیم و اینا زوروس هم گرفتن معنای سوسمار معنای سوسمار عظیم شد اسم این نوع جانور و بعد وقت کاری که می‌کنه علاوه تاکسونومی که زوروسشو میکنه مثلا میگه اکتو زوروس برونتو زوروس فلانتو زوروس که نشانه این است که اینا مال این رده جانوران هم این کار رو مثلا با بیماری ها میکنن تو پزشکی با خورت خیلی چیزا فنومن های تو حوزه علوم طبیعی برای اینکه معلوم بشه این مال کدوم رده است و کار تکنیکی علمی که به زبان روزمره متکی نیست خب یه چیز نمیدونه یه بخشش همینه باید بتونه با تاکسونومی علمی بخونه تو سنگ ها چیزهای مثلا معدنیات فلان هر کدوم اینا با پسفنده و پیشفنده خاصی نشون بده که مثلا این مال کدوم رده یه مثلا چیزهای کانی است مثلا خب یه جاهایی هم بله هم تو گفتم مثلا ترنسلیشن هم میشه ترجمه هم معادل فارسیش به کار بردیم ولی دسته ای داره اولا چه کنتکستیه و بعد چقدر میتونه و بعد اون مثلا دستگاه عظیم مثلا تو پالئونتولوژی شما برید موزه تاریخ طبیعی همه اون کلمات فنی و مهندسی شده و ساختگی هم یکم آدم آشنا باشه با این زبان ترمینولوژی میتونه تشخیص بده که اینا مثلا چجوری عناصر لاتینی یونانی اینا رو سرهم کردن و این چیز ساخته شده این دستگاه مفهومی و چیزی نیست که با زبان روزمره میشد ساخت و بعدم اونا انقدر تکرار شده توی فضای زبانی اینها که دیگه جزء زبان طبیعیشون شده مایه های لاتینی یونانی که بعداً وارد کردن ممنون علی جفا میخوام ازتون خواهش کنم قبل از تموم شدن جلسه آدرس وبسایتتون رو با حروف لاتینی تحت بنویسید وبسایت خودتون رو یاد شد بعد اسم وبسایت من اسمش جستاره بله اگه میشه بله اونجا نظر مقالات هست تو حوزه‌های مختلفی که من کار کردم مصاحبه و مقاله از کجا میشید شماهای شما رو تهیه کردش از یه مقداری از بگم از کتاب فروشی‌های توی لس آنجلس و کجا میشه شرکت کتاب داره بله اونا نه میتونید بهشون سفارش بدید مثلا از ایران وارد میکنن هر شبت به بلاگ من اسمش هست جستار به فارسی من اسمم رو به لاتینی اینجوری می نویسم اینا او یو هست دار وای او یو داریوش
این عاشوری هم O-U-R-I آخرش اینو به روی گوگل بزنید میتونید چیز من پیدا کنید، وبلاگ من پیدا کنید. بسیار، سه نفر دیگه و شما بفرمایید. خیلی متشکرم. بابت شما به درستی گفتیم تفاوت بی حد و حصر عربی در قرن‌های گذشته که من خود اون موقع هم زبان ایرانی بوده هرچقدر جلوتر رفته عملا فارسی رو سطحمند کرده، تا اینکه حتا دفعه باعث شده که این چرخهای تکونی بخورد. ولی اون وقت توی کتاب زبان بازتون میگید که ما باید خیلی باز باشیم به اینکه این لغتهایی که الان لغتهای جهانی هم خب در دنیای انگلیسی زبان بیشتر تولید میشن وارد زبان فارسی بشن. هیچ خطی هستش که بشه گفت؟ چون موقع هم آرزومان اصلی این بوده که عربی زبان علم دنیا اسلامه و تو تمام امپراتوری اسلام عربی می‌نوشتن همه چیز رو و اول کم کم عربی اصلا سطحمند کرد فارسی رو و تو به گرامر فارسی هم وارد شد، دیگه فارسی میشد گفت کسی این اتفاق نمی‌کرد. من خواهم ببینم یه خطی هست تعیین کرد تا کجا باید به زبان دیوانه که اجازه داد وارد زبان بشه و تا کجا باید جلو شده بره. سال دوم هم یه دوالی کفتبی من حالا با شما یه ارتباط جایی موافق نیستم که مثلا که به عربی میخواد عربی کار کنه زبان رو برخلاف این توی برنامه سوم و چهارم وقتی کلمه های عربی وارد فارسی میشده به قول کسانی به درستی وارد میشده ازشون مصدر سالمی ساختن مثل فهمیدن و طلبیدن و رقصیدن و اینها که بعد میشه ازشون مشتق ساخت تو فارسی نمیدونم طلبکار و بافهم و اینا. ولی خب تا قبلش چون هفتم که میرسه دیگه اینجوری نیست که بن عربی رو بگیرن و ازش مصدر فارسی بسازن، کلمه های مغلق رو استفاده میکنن با صفت اضافی کردن و شدن میشه فعل و اون دیگه اصلا دارایی نداره رو قطعا و کسبی بیشتر میخواسته اون شیوه رو حفظ بکنه و برای این هم یا یه اشکال دیگه رو زبان فارسی الان میگیره اینه که فارسی با پسوند و پیشوند لغت میسازه ولی این اختلاف الان باعث شده که اصلا پسوند و پیشوند فارسی هم گم بشن بعد اینجا پسوند مفعولی جای فاعلی اضافه میشه و قطع لحاظا و یه جایی که از فارسی اصلا مثلا پیشوند نداره خودش پیشوند اضافه میکنه. بعضی ها گفتن که ما این پیشوندی که فارسی نداره برای بعضی از زمانها یا بعضی از فعلها باید از زبان کردی یا نمیدونم زبان گیلکی و اینها استفاده کرد. ولی خب شما مخالف هستید با همین قضیه. من خواستم بدونم این پسوند و پیشوندی که فارسی نداره و خب خب توی زبان لاتین خیلی داره رایجه اونا رو از کجا باید آورد؟ اونا باید لاتینش رو استفاده کرد یعنی که باید این زبان خانوادگی ایرانی گشت و مناسبش رو بدونه. خب ببینید زبان‌ها تحولات تاریخی دارن و بر اساس یه چیزایی رو از دست میدن، یه چیزایی رو به دست میارن، یه چیزایی رو جانشین میکنن بر اساس شرایط و نیاز و یا تاثیرگذاری زبان‌های دیگه. حتی این گفتم داستان چیز خیلی جالبه فارسی شگر است جمال‌زاده درست تحول زبانی رو نشون میده که چجوری یه سرش اون زبان از سنتی عربی مغلق است که اون آخونده صحبت میکنه یکیش این زبون فرنگی مهاب فوکولیه که پر از کلمات فرانسه است مثلا در داخلش و این داره چرخش زبانی رو نشون میده این و همچنین اعتبار پیدا کردن زبان عامیانه و گفتاری که باش ادبیات باید به وجود آورد، میخواد داستان نویسی به وجود بیاد، میخواد نمایش نامه‌نویسی به وجود بیاد. این است که همیشه باید شرایطش رو در نظر گرفت. بله خب مثلا ما چند تا از این مصادر داریم که مثلا رقصیدن و طلبیدن و اینا که از عربی ساختیم ولی اینا خیلی خیلی محدودن. در مقابلش اون چیزی که طرف افعال مرکب با عربی باعث شده است که ما افعال فارسی موجودی که بوده هم فراموش کنیم و با اونها اونها رو به صورت ترکیبی با کلمات مثلا فارسی پناهیدن رو فراموش کنیم بگیم پناه بردن، در حالی که مثلا حافظ میگه که ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم و از اینا زیاده مثلا شکیبیدن چه افعال فراموش شده فارسی خیلی زیادن که میشه از اون فرهنگا استخراج کرد، میشه بر یه مقدارشون دوباره زنده کرد. و راجع به کسروی که یعنی من نفهمیدم انتقاد شما به حرف من چی بود که من شما صحبت می‌کنید که تقریبا فارسی زبان رو از عربی پاس کردن و از لغت خارجی
در حالی که چند تا بنده من در بیش از اینجوری نبوده کتابی موافق این بوده که لغت‌هایی که قرض گرفته میشه چه از فرانسه چه از عربی به صورت طبیعی وارد زبان بشن مثلا فهمیدم بلدن و سوال اصلی من این بود که این پسوند پیشانیه از تکرارش دست میذاره که این ورود بی‌حد و حد عربی به فارسی اصلا باعث شده که دارایی فارسی ازش گرفته بشه ما برای بعضی از منظوران نداریم که پسوند پیشوند و هیچی بخوش میشه به مت آچ به عنوان پیشوند فاعلی اسم فاعل اگر بخواد برای یه بون بسازه و ما به این چیزایی که نداریم خیلی ها در دانشجویی پیشنهاد کردن که ما از مثلا زبان کردی استفاده کنیم از زبان الفبای استفاده کنیم ولی شما اصلا مادر لاتین این چون پیشنهاد خود شما چیه که برای این هم پیشوند لاتین که وجود داره که فارسی اصلا مؤثرش نداره ما اونا رو باید واسه خودمون جذب بکنیم یعنی که همون باز هم در این مورد هم میگم یه هیچ فرمول نهایی وجود نداره و به حسب تجربه ها و آدم ها و سلیقه ها و حوزه های کاربردی زبان با هم متفاوته. فارسی درسته که پیشوند ها توش ضعیف شدن ولی مثلا یه چیز دیگه جانشین که مثلا ما در فارسی خیلی جاها اسم و صفت میتونن به حالت پیشوندی به کار برن. ما خیلی مثلا کلی کلمه ما داریم که با سر به حالت پیشروندی یا پسوندی در مثلا سرچشمه داریم و مثلا رود سر داریم و یا مثلا با چشم دست پا خیلی از اینا به حالت پیشروندی که معانی وقت مجازی دارن برای کاربرد حوزه‌های دیگه و از این استعداد فارسی میشه استفاده کرد. مثلا خود من برای بعضی کلمات مثلا فارسی برای پروتو مادر پروتو خیلی از سر استفاده کردم مثلا پروتو لنگویج اون زبان اصلی اولیه که مثلا بوده من گذاشتم سر زبان اون زبان اولی و سر رو میشه به این معنا به کار برد و چیزای دیگه هم تو تجربه هاش رو تو این فرهنگ گرمانستانی من کردم که چجوری میشه مثلا از اسم و صفت فارسی به حالت پیشوندی استفاده کرد در یه ترکیب یا مثلا یا بعضی فرهنگ یا بعضی را میشه احیا کرد دیگه فرض کنید این فرهنگ کلمه دیس انگلیسی دی وای اس در به معنای چیز میگه یه چیزی به حالت مثلا گراینده به بدی و نقص و این حرفا معنی میده مثلا دیسلکسیا فرض کنید معنای بچه‌ها که مثلا خوب نمیتونن بخونن بین اطلاق میشه و یه سری لغات اصطلاحات روانشناسی هستش که با این پیشوند دیس مثلا تو انگلیسی میاد. من پیشوند دوش در فارسی ما دوش و دوش رو داریم اون در دوشنام و دوشمن و اینها که اتفاقا همریشه هست با این دیس دی وای اس انگلیسی و خب من سعی کردم اینا رو زنده کنیم چرا که مثلا دوشخانی فرض کنیم دوش بالی معنای که در رشد مثلا چیزی که رشد درست نمیکنه یه بچه یا موجودی که رشد درست نمیکنه از بالیدن به معنای رشد کردن دوش رو بذاریم سرش یا بعضی جاهای دیگه مثلا دوش رو میشه این کار رو باعث کرد. میگم بحث به حوزه تجربی و بعدم سلیقه تجربه کننده این چنین میشه یه همچین تجربه هایی کرد که من کردم یا این کار رو دکتر عجیب سلطانی و آقای حیدری ملایری اونا خب به صورت خیلی وسیع تری با پیشوند های فارسی باستان اینا کردن مثلا انالیسیس رو ترجمه کرده آنا کاویک از کاویدن فارسی آنا یه پیشوند فارسی باستانی که همین معادل آنای لاتین یونانیه مثلا اینو گوشه باید پسوند ایک رو هم از پهلوی گرفته مثلا در زندیک و مثلا امثال اینا چسبونده بهش کرده آناکاویک ولی خب ذوق فارسی زبان مقاومت میکنه در مقابل اینا رو نمیپذیره یعنی پیشوند آنگلانایی که قیل از خود کاری که عدیب سلطانی کرده رواجی به حال پیدا نکرده یه مدار روانشناسی مردم اهل زبان هم مهمه دیگه در اینکه چه چیزی موفق باشه یا موفق نشه. خب دوستان دو تا سوال دو نفر دیگه موندن و کمتر از 5 دقیقه بفرمایید شما خواهش سریع بپرسید. به نظر من میرسه که یه سری تجربه های تو واژه سازی به نحوی در واقع توی مسابقه بگیره کلمه و نگیره معمولا یه برنده از توش بیرون میاد و یه کلمه ای در واقع فراگیر میشه مثلا خیلی از کلماتی که شما ساختید.
تو رسم الخط، رسم الخطی که معتبر خط فارسی عربیه، این اتفاق انگار نمیفته، انگار برعکس شده، انگار من بیشتر واگرهایی میبینم توی نوشته های مردم، غلط املایی بیشتر میشه به جای اینکه نظم بیشتری تو رسم الخط مشاهده بشه. علت این قضیه رو اولا شما با این قضیه موافقی یا نه؟ اگر آره علت چیه؟ خب بله، قضیه خط فارسی و مشکلاتش داستان درازی است، از یه قرن پیش به این طرف به شدت مطرح بوده. خود من هم یه پیشنهادی برای بهبودش تا اونجا که به نظرم میشه تو با استفاده از خود ساختمان و سیستم این خط کردم که، ولی خب نسل‌های جوان‌تری که مثلا با متون گذشته دیگه انس ندارن و یا کمتر به فارسی میخونن و اینها، خب یا خیلی از کلمات دیگه چون دارن هی مهجور، کلمات عربی در فارسی که مهجور میشن، مثلا خود من گاهی شک میکنم که مثلا همین ساتوس، مثلا این باسیت سات باید بنویسم یا باسین باید بنویسم، یه کلمه که خیلی وقت به کار نبردم حالا میخوام مثلا بنویسم، این مشکل داره. یعنی این دوره مهم تحول زبانیه که خط خودش رو باهاش منطبق نکرده و در نتیجه این گرفتاری آمد. بعد حالا وبلاگ و این چیزا که آمده، خب دیگه همه دستشون روونه در نوشتن دیگه. البته تو چیز خیلی آدم غلط می‌بینه. روی اینترنت خیلی غلط می‌بینه. دیگه اونچه که از دست من برمی اومده این که همین بوده که من فکر کنم که این خط رو با همین امکانات خودش تا چه حد میشه کارآمدتر کرد که درست‌تر خونده بشه. مثلا اینکه فعل رو به معنی به اصطلاح زبانشناسا میگن افعال چیز رو فعلای به اصطلاح زمان حال بودن، مثلا ام ای است اینا، خب چون به اصطلاح آن کریتیک هم میچسبن به کلمه قبل از خودشون، ما سر هم مینویسیم، ولی من معتقدم که نه، اینا رو ما باید جدا کنیم و جدا ام اید. من این کار رو میکنم و میبینم الان یه دیگه هم دارن پیروی میکنن هم این روش رو که به نظر من خط رو هم دارن امکانات موجودش خاناتر میکنه. اما خب طبیعتا باز جواب عام نیست به همه مسائل نیست. شما آخرین سوال من؟ که هشتم شده نشد باستن به نظر شما چرا کنکاشستان جایگزین مجلس نشد؟ و دوم چرا اونایی که در پس از انقلاب مشروطه در ایران واژه های غربی رو به کار بردن غرب زده بهشون گفتن غرب زده؟ نظر شما چیه؟ ولی کنکاشستان من یادم نیست که کی پیشنهاد کرده، شایدم کسرابی پیشنهاد کرده. خب شانس نداشته دیگه، خیلی لغات دیگر هست که پیشنهاد شده شانس ندارم. خود من میمودر زیر لغاتی که پیشنهاد کردم هنوز شانس پیدا نکردم، برای یه میمودرشم کرده. باز میگم به ذوق و پسند اهل زمانه و اینها بستگی داره. و خب اون وقتی مجلس میگه نهاد اساسی مثلا کشوریه، تو قانون اساسیه و اسمش همیشه دیگه تو روزنامه نمیشه نوشت کنکاشستان به جای مجلس. و این خب ولی این کلمه ایست که دیگه جانشین نداره. بله غرب زدگی چرا به این اونایی که واژه های غربی رو به کار بردن پس از مشروطه به اینا میگفتن غرب زده ستایل بین این رجبی خب باید بگم دیگه اونایی که بله اونا با غرب زدگی مخالف هم به اینا میگن غرب زده دیگه. بسیار خوب. ممنون از حوصله‌تون.